ګران دوستانو سلامونه او احترامونه خراغله ست سپینو خبرو پروگرام ته هیله ده چې جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. ستاسو خدمت کې یو د افغانستان په پیښو به انشاءالله سره غږیږو. مایکروفون او تلیفونونه ستاسو په اختیار کې دي، کولای شئ تلیفون را وکړئ او وغږیږئ. دوستان عزیز، احترام او سلام تمنیت نیکې بنده و همه کارکنان تلویزیون جهانی پیام افغان را بپذیرید. بالای اخبار مهم و رویدادهای مهم اخیر 24 ساعت انشاءالله صحبت خواد کردیم. شما میدانید که در چند ماه بالای انتخابات ولسی جرگه یا کانگریس افغانستان صحبت میشه تا عمل شوه، و بالاخره هفته گذشته شنبه انتخابات آغاز گردید و مردم به صندوق‌های انتخاباتی رفتند به شکل بایومتریک و برقی به یک حساب، در حقیقت که نشان انگشت اونجا زده میشه و عکس یکی برداشته میشه تا شناسایی شوند. و غوغا به ای بود توسط رؤسای احزاب جهادی تا به شکل بایومتریک نبود تقلبی خواهد بود، مگر مشکل بزرگی در این راستا عدم تمرین و شناسایی خود کارکنان البته ریاست مستقل انتخابات بود که اونا هم افراد و اشخاصی را که گماشته بود، چون به عجله این بانشینا وسایل به افغانستان رسید و اونا فقید تجربه و تعلیم در این راستا بودن، افراد یا مامورین ریاست مستقل انتخابات نتوانستن به شکل درست و فنی عمل بدارن. و همچنان حوزه های انتخاباتی بارها از طریق اخبار طلوع و کانال یک شنیدیم که بعضی اشخاص مراجعه کردن، درها بسته بودن، و یا اگر فرزن ساعت ده باید باز می شد، ساعت سه بعد از ظهر مردم دل زده شدن. و انتخابات شما می دانین در افغانستان، نیم افغانستان یا بیشتر و دست مخالفین دولت افغانستان است و در اونجا کسی اجازه نداره به انتخابات و به حساب به مراکز انتخاباتی مراجعه کنن و رای خود بریزه در صندوقا یا شناس نامی خود بردار از مراکز. یعنی یک کرفی، یک ممانعت شدید توسط مخالفین دولت افغانستان صورت گرفته که مشهود از خود اخبار و رسانه های افغانستان رو بیان می داشت. گیرم اگر انتخابات هم صورت بگیره، کسایی که یعنی در انتخابات افغانستان نه تنها موکلین، کسایی که رای می تن اونا بسیار مهم است، در انتخابات خصوصا افغانستان و کسانی که خود کاندید ساختن، نامزدهان کرسی های ولسی جرگه، اونا هم مهم است که کی خود کاندید ساخته. جز زورگویان، کسایی که پول داره، قماندان سالاران، اولادای از اونا، همه همی تشکیل یا چهره هایی را که عکس ها دیده شده کسانی هستند که با یک نحوی با همی افراد و اشخاصی که ما همه منتقد از اونا هستیم که خداوند اینا را بکشه، دور کنه از صحنه افغانستان، مثل عقرب و چوچگان عقرب یا گژدم پیدا میشن، اونا در سلسله را تعقیب میداره. فرض کنیم دوستم در حالت کهال و مرگ به سر میبره، یعنی نیمه جان، اولادای خود تشویق میکنه که با شورا را بیابن یا فرزند در عرصه سیاست دست داشته باشن و فعال باشن. همه تو گلبدین حکمتیار پسر خود تشویق میداره، یا فرض کنیم محقق، خود محقق، اولادای محقق، پسران عموی نمیدان فلانی، اینا را همه این مجموعه را شما وقتی چهره ها را ببینین، همی افراد و اشخاصی هستن. در اون زمره اگر شخص بی سواد شوقی هم یک گکس خود، یک تصویر خود در یک محل آویخته تا مردم به او هم رای بده، مگر در مجموع اگر هر کدامی از اینا را کسی بگماره، اگر تقلبی است یا غیر تقلبی و شفاف، باز هم شما همی افراد دوباره به شورا داخل خود ساختین. اونجا نمایندگان برحق
مردم افغانستان که از حق مردم دفاع بداره موجود نیستند. بنان از دو جانب، هم رایدهی و رایدهندگان، هم وسایل انتخابات و هم امکانات انتخابات و هم کسایی که خود کندید ساخته، همه یعنی با زیان مردم افغانستان شمرده میشه. اخبار اخیر بیشتر بالای انتخابات و ای که تعلل شده تا همون وسایل بایومتریک با مرکز ریاست انتخابات برسه، بالای همون مسئله صحبت میشد. حتی یک خبر ما شنیدم که در ولایت بادغیس تفنگداران آمدن صندوقها را برداشتن و مامورین ریاست مستقل انتخابات لتو کوب کردن و صندوقها را به کلی زنده بردن برداشتن و یک محل نامعلوم اونجا او را صندوق پر کرده و دوباره آورده به جایش گذاشت. یعنی به این حد یعنی در اونجا زور و زر کار میکنه بالای انتخابات، بالای در امور حکومتی افغانستان، همه یعنی یک شکل تزویری، دروغ، اخفال اینا رو داره. من خرسند خواهد بودم که در افغانستان ما انتخابات واقعی را به صورت نسبی هم اگر از دیده شود و سراغ شود که مردم افغانستان یعنی با آرای خود زعامت و نمایندگان خود چی در شورا و چی در عرصه ریاست جمهوری بگمارند. مگر همونطور نیست، همه از او تصویر است. دموکراسی یک تقلب دروغ است. در افغانستان هیچ دموکراسی یعنی وارد نشده، در امور مردم افغانستان دخل و راه نداره، آرای مردم شمرده نمیشه. این اصول دموکراسی است که حکومت مردم توسط مردم برای مردم یا نمایندگان مردم توسط مردم برای مردم در اینجا واصل به کلی مراعات نمیشه، چون هم شرایط مساعد نیست و هم آرای مردم در اخیر بوده میشه توسط استیت دیپارتمنت ایالات متحده. دو نفر جای یک نفر برای شما با حیث رئیس جمهور میگماره. یک مثال خوب میتونه برای شما باشه. شما ما باید خود عقل خود در حقیقت به کار بیاندازیم از لحاظ تجارب گذشته و امکانات افغانستان شرط مشهود است. شما لازم نیست که خبررسانی ها برای ما برسانند. در اونجا امکانات انتخابات در امتو یک حالت فجی که پول به دست یک آدم کش افتاده و او خود کندید ساخته، از او کسی دیگه بردم نمیتونه و انتخابات به سودی از اونا می انجامه. و در نهایت در کمیسیون انتخابات شما یک آقا را آرا را می شماره و یک ده نفر افغان، اونا را هر کدام $10,000 بتین و دکمه را به سود شما فشار میده. بنابراین همینطور است. نتایج انتخابات هم با پول فروخته میشه. چون اخبار مهم طلوع بود و جالب بود و سرنوشت ساز هم هست، در حقیقت واقعا اگر به صورت درست عمل شود، انتخابات در یک کشور نمایندگان مردم بسیار زور و توان دارند. در همین امریکا، کانگرس امریکا هم امروز با سود ریپابلیکن ها اکثریت اونا هستند. هر فیصله را که رئیس جمهور میبره اونا پس میکنه. یعنی یک توان است، یک قدرت است، زور مردم در اونجا منعکس میشه. همونطور در اسرائیل ما شنیدیم، میگم بهترین دموکراسی از نسبت به حتی به امریکا هم در اسرائیل یعنی منعکس میشه. در اون کانگرسی از اونا که کی را انتخاب کنن، مردم فوق العاده در انتخاب چهره ها و کاندیدا یعنی دست دارن و توسط مردم گماشته میشن. من مطالعه را کرده اقل ما دارم دوستان عزیز، پالیسی خارجی و نمیدانم ظلم و تعدایی را که روا میدارن او را ما هر وقت مردود دانستیم. اگر خود سیستم اونا فوق العاده در همی عرصه انتخابات و دموکراسی، یک کشور دموکرات هست در درون پادشاهی ها و دیکتاتوری های کشورهای عربی، اسرائیلی کیف نسبت به دیگاه میگه دارن. به هر حال توجه دارین به اخبار و همچنان خبر 5 تن از قماندان های سابق طالبان که در گوانتانامو به سر می بردن و بالاخره در برابر یک زندانی امریکایی به دست طالبان 5 تن طالب رها گردیده بودن و در امارات به سر می بردن و اونا تازه
خبر شدیم که اونا اعضای کمیته قطر گماشته شدن. و خبر جالب بود که ایره میتونیم با هم پیوند بتیم. سفر خلیلزاد، رهایی ملا برادر و ملا عبدالغنی در پاکستان و بالاخره پنج تن در زمره اعضای کمیته قطر با اونا یک جا میشن به شکل یک ماموریت و از نظربند و یک حالت یعنی نیمه زندانی به کمیته معرفی میشن. یعنی یک تغییر آدم میتونه احساس کنه که یک حالت در او بخش رونما گردیده. صحبت و میتینگ آقای خلیلزاد با طالبان میتونه باشه که در اونجا شاید به همین فیصله شده باشه زندانی های طالب رها شوه ایسته ایسته و اگه سب کمیته یا قطر یا دفتر قطر دیگه هم طالبای بیشتر کسایی که مغز حکومت طالب تشکیل میداد در وقت اونا دوباره در اونجا در مسائل تصمیم گیری اونا هم موجود باشه. به هر حال هر کدام قابل تحلیل و تفسیر است. وجوب داره کمیسیون مستقل انتخابات در حال حاضر در حال گردآوری دستگاه های شناسایی بایومتریک رای دهنده است که از بعضی از ولایت ها این دستگاه ها به دفتر مرکزی رسیدن، اما کار بیرون ساختن معلومات و آرایی که در این دستگاه ها ثبت هستند تا حال در کمیسیون آغاز نشده است. آمادگی لازم گرفته شده، سرورها تست شدن، فقط منتظر به این هستیم که تعداد زیادتر از وسایل ما دریافت بکنیم و انتقال اطلاعات شروع کنیم. در همین حال شماری از نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان نیز اینجا گرد آمدند و از کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهند که آن آرایی را که ثبت بایومتریک نشدند باطل اعلام کنند. بایومتریک قضیهش در نظر گرفته نشوه و به این رسمیت داده نشوه، این به معنای عزیز که همینقدر پول در دولت به خاطر تقلب و یا به خاطر تشویش ذهن عامه و قناعت عامه سوزانده باشه. جلوی تقلبکاران را اینا جدا باید بگیرن که دیگه یک فاجعه بزرگی در افغانستان مردم دیگر مواجه نشوند. کمیسیون مستقل انتخابات پس از چندین ماه کشمکش میان حکومت و احزاب سیاسی پذیرفت که رای دهندگان در روز انتخابات شناسایی بایومتریک شوند. خواسته هایی که ما داریم اگر به اینها به شکل جدی توجه نشوند، برنامه های بعدی من این است که در شمال افغانستان در ساحه بغلان ما سرک جاده شمال جنوب را میبندیم. پوگد افغانستان در خلق و قومون و پرگنی و خدمت و که خبداوی چه پاکی رای دن پاک رای اونا جدا شی. حکومت برای فراهمسازی دستگاه های شناسایی و بایومتریک رای دهندگان در حدود 20 میلیون دلار هزینه کرده است، اما شکایت های بسیاری از نرسیدن این دستگاه ها و کار نکردن آنها ثبت شدند. خبر بعدی هم دوستان عزیز از ولایت بادغیس است در رابطه با انتخابات. پس جان آماده می داره اون رو خبرم داریم. توجب دارین زنده همین قماندان سالارا و چون عبدالرزقی که در قندار کشته شد یا دیگه قماندان ها اینمون زورگوی در هر منطقه که دارین میفرسته افراد خود میگه ببرین این قوطی ها را. این قوطی ها را میبردارن بیرون میرن پر میکنن دوباره میاره به جایش میگذار. این هم شد انتخابات و آرای مردم. توجب دارین. رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در بادغیس از تقلب‌های گسترده در روز انتخابات مجلس نمایندگان در این ولایت پرده برمی‌دارد. قول می‌دهند این صندوق‌ها را به جای نامعلومی که من دقیقاً این را مطمئن هستم که در محل یا مرکزی که تعیین شده قبلی در اونجا انتقال داده نشده. اونجا انتخابات میشه و کارمندای ما از ناظر صحنه بودن و کارمندای انتخاباتی که اونجا بودن از یک محل یا از یک مرکز اونا به جای رفتن نمیتونن، اونا را اجازه هم نمیتونن که در مراکز های مختلف که اونجا انتخابات میشه اینا بررسی داشته باشن. در همین حال شماری از ناظران انتخاباتی این مرکزهای رایدهی در بادغیس میگویند که افراد مسلح غیرمسئول با لتکوبشان آنان را اجازه ندادند تا از روند رایدهی نظارت کنند. خود ما شخصا تهدید کردند و شاهد از این که مسلح غیرمسئول بله همچنین تفنگ داشتن نداشتن مثلا مخابره های شخصی به دستشان و همچنین شاهد از این بودم بعضی رفقام را مورد لتکوب قرار دادند.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تاکنون شکایت در این باره به این نهاد نرسیده است، اما به تمامی جرم های انتخاباتی رسیدگی خواهد شد. که دغه موارد وسیږي چې التا صندوقونه د کوم زورواکی یا چارواکی له خوا ورل کیږي او په بل ځای کې دکیږي، د طبعا خلاف د قانون دی، خلاف د هغه طرز عمل او لوایح دی. انتخابات دي چې طبعا د سره مطابق قانون به برخورد کیږي. این در حال است که تاکنون هزاران شکایت از تقلب‌ها و تخطی‌های انتخاباتی در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی و نهادهای دیگر ثبت شدند. ما بسیار مسخره‌گی است. وی افراد و اشخاص هم هیچ حیا ندارند. بعضی از اینا رو طالبان کشتند، بعضی ها البته در عقب درهای بسته مراکز انتخاباتی قرار گرفتند و در نهایت هم آرای از اینا شمرده نمی‌شوند. اما لوده های توی که میگن در اینجا مراکز مراجعه میکنند، دوباره برمیگردن آرای از اینا را هم میخرن میگیرن و بکس یا قوطی و صندوق کس دیگه مملو از آرای تقلبی میداره. ولی معلوم نشد که کی برد نبرد. یعنی همین اعلانی را که کمیسیون انتخابات در ولایت بادغیس نموده، این در حقیقت هیچ نماینده از بادغیس باید به شورا داخل نشود. در قندار هم اونطور یک مشکل عمده و بزرگ اینا داشتن. در ولایت غزنی انتخابات صورت نگرفته. یعنی همه از اینا را اگر در کنار هم قرار بتین، در حقیقت در افغانستان انتخابات صورت نگرفته. اون چهره های جدیدی هم اگر داخل شورا، اگر شما دیدین خانم های فشنی و چادرهای گلدار و یک چند تا ریشوالا، اینا هم همی اولادا و خیش و قومی همین قماندان سالار و زورگویان، کسایی که امریکا پول و تفنگ به دستشان داده که بکشین و بدرین و آرای مردم هم برو باین، هر چیز دلتان میشه، هر بدی میکنین یک کشور به تاراج ببرین، همینا است. خبر بعدی از او چند تا طالب ایلا دادن و وخشندرمی کمیته دفتر طالبان در قطر اعضای از اونا تازه ماموریت آغاز کردن تا وجود دارد. پنج زندانی پیشین طالبان در زندان گوانتانامو همچون اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر گماشته شدند. منابع نزدیک به طالبان تایید می کنند که ملا محمد فاضل آخوند، ملا نورالله نوری، ملا خیرالله خیرخواه، ملا عبدالحق بسیق و مولوی محمد نبی عمری بعدها فرستاده شدند و پس از این همچون اعضای این دفتر فعالیت خواهند کرد. این اعضای طالبان در بهار سال 1393 هجری خورشیدی در برابر رهایی یک سرباز آمریکایی که در بند طالبان بود از زندان گوانتانامو آزاد شدند. ولی یک البته سازش است، یک انحناس توسط ایالات متحده آمریکا با طالبان و میتونه تحلیل شود که چرا در اواخری که یک جنرال دلخواه مردم افغانستان در قندار در جلوی جنرال میلر به قتل میرسه و ولی از اونا زخمی میشد، امیل در بستر افتاده، لنگ شده و چند افسر نظامی و یک جنرال بیچاری که هیچ اسمی از او آدم کس نمیبره تا نمیدانه کی بود، اونا به قتل رسیدن داره تو یک محل. باز هم طالبان رها میشن. بر شما داستان ها داره قربان شما. بیاین که از گپ ها را بکشین. گفتی یکی از این نطاقای بز نطاقا که ریشک میزنه از گپ گپ میخیزه، از این گپ گپ ها بخیزانین. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. و علیکم سلام. آقای قاضی صاحب سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین صاحب؟ خوب هستین. خیر خیرت. سلام خدا به شما و به تمام شنوندگان میرسانم. و علیکم سلام. ما یک چند دقیقه وقت بدید که مثلا این موضوع داغه که پیشتر بس کردین و در بیچار نفته بس جر بس میشه مگذر از نگاه منعیس یک رئیس دیوان جزا و استاد کرمینالیستی و بالیستی وقت به عدلی که ما درس دادیم ما می موضوعات در روشنی بتون با وجودی که جناب محترم عبدالرحیم خان عزیز راجع به این از چند بود بررسی کرد و علاوه به این دکتر فکیری و یا کل که دیگه دوستا کرد دادن با ما منعیس از این که وزیفه ما همی بوده و همی درست داریم یک در بتانم که در گفت بتانم اجازه هست بفرمایید. جناب آقای خطاب به شما معلوم است که این موضوع
یک قتل عمد و قتل مشهود است. این رقم موضوعات دیگر قصایی که به اتحادی شده و چندین نفر میمره و هیچ قاتلش معلوم نیست و دیگه قاتل هم نابود است. اما در این خود یک قتل عمد است و پولی قتل عمد یک قتل مشهود است، یعنی یک شاهد هم که والی زنده است، شاید او زمانش گنگه شده یا شاید که او این موضوع را بگوید. مثلا قتل های این رقم قتل ها قتل است، قتل های است که مفید دار می باشد، مستعزیست که دولت نمی خواهد که قتل ها آشکار شد. مثلا قتل آمد ظاهر، مثلا قتل خدا ببخشد، مثلا میوانوال است، یا این موضوعات است که نمی خواهد. این داره در این قتل هم این قتل عمد است و قتل مشهود است، هم شاهد داره هم در این قتل صورت گرفته. این که طالب از کجا آمد این زد، این داره از نگاه بالیستیک، آیا مرمی از دور فایر شد، از نزدیک فایر شد، چند تا مرمی فایر شد، چقدر کوچک آمده و واقع مانده، چقدر مرمی در جان از یا از نزدیک خورده ایره، آیا اینا تبدیلی بردن نبردن، تبدیلی چی بردستی کردن، یک از نگاه کرمینالیستیک سوال پیدا میشه که اینا آیا از نگاه کرمینالیستیک آیا این مرمی از آسمان آمده بود، از کدام زاویه در جان از یا فایر شده، از آسمان آمده، از زمین آمده، چکا فاصله داره، یاره کلش کرمینالیستیک باید تلفات رو کنه. این کسایی است که این موضوعات امی بالیستیک و موضوعات کرمینالیستیکی رو میبامه و دبازی نظر میده که آیا این مرمی چکا نزدیک بوده، چند سال پیش بوده، اینا رو دمال واقع چی مانده، اینا میره آیا این رو امبولانس دولتی بوده یاره دمال واقع رفته، آیا این رو دایره ناتو بوده یا در شفاخانه دولتی رفته، در کدام شفاخانه رفته. این سوالات بسیار است که این باید دولت و کسایی که در این موضوعات بررسی میکنن این موضوعات رو ببینن. من برای از این که منعیس یک قاضی معمیر است دیگه عذاب وجدان بود که من موضوعات در ظالم و محال آرام میشتم، امی موضوع رو برای از این برای بینندگاه خود روشن ساختم. گرچه جناب محترم غفوری صاحب و آریا صاحب این موضوعات دیگر درش گفت زدن آقای خطاب و خودت میدانی که پیش از این که همه تو که من خودت آرون جان میگم و موسا پشت سرت باشه، خدا پشت سرت باشه، از زمان موسا یافت است که او یک قتل با وجود آمد، موسا را گرفتن که قاتل کیست و بینی گرساله را بکش و قصار را میمانیم و نزدیک که بازم قاتل پیدا شد. قاتل خودش اعتراف کرد که اینه بدن مره اینی آدم، اما مقتول گفت که مره اینی آدم با قتل هست. امروز ما این موضوعات روشن کردیم، موسا پشترت از خدا باشه. اینم یک شعر می خونم بدت، همیشه از این شعر دیگر رای نزن، همه تو شعر وار باش. میگه ای دل مرا و به توی خطر، گر می روی لرزان ما باش، نه لرزان مرزان از رازنان رافل مشو. رازن در آبی جا رازنان دیگه کسایی که چکچکی ها و یا سواد میگن مگه میره گست گفت واقعیت ها نمیگن، نمیگن کنش کیک به خطر رسان. امو بیچاره که به خطر رسید تو فکر رو کم جن و رازه که فقط یک مرده که یک داره بیده که افغانستان در شکست ننداخت، فقط یک کنده که در یک گدال مرده باشه اوله ببرن در طرف قبرستان اوله اوله دفن کنن. آیا کدام نفرهای حکومتی بود، آیا کدام یک آدم نظامی بود، یک صاحب منصب بود، یک جنرال بود، بود از بسیار یک تشریفات خاص عسکری دفن میشه. اما دیدیم که هیچ کدام کس نبود. شاو میگه شیطان چی میکنه که تی بیادرش آرسی میکنه دست خود اخینه میکنه تو اون بیادرش هم میپشن. او بیادر مرد دیگه بیادر به جایش مقرر شد، خلاص سرش خاک افتاد. بله این موضوع در اینا رو من میگم تشکر که از دشمنان ترسان ما باش، چون با کسی امراه شدی از نیمه را بر نگرد، چون در پای مردان روی از پای مردان روی دیگر زنامردان ما باش. ای من آفر من کنه رای نزد تا خدا که ما را میگی نه 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 خدا زده که یه قاتلی نم پیدا کردن که دو قاتل در اینجا بوده، یک قاتلی که او طالب کن یاره زد که باز او را کی زد دیگه، اینا یه قاتل دیگه که یه قاتل است که شاید که دولت ایره ایش باید بده سکر نده. ایره ایره درست میگین، اینا خو خلی سلا بودن، او را کی زد؟ راست میفرمایید خاله میگم نه اینال نمیره اینال ایره ایره کی زد ایره ایره در بعد واقع چند رقم از نگاه بالیستیک چند رقم مرمی تفنگچه مانده، مرمی توپ مانده، تانک مانده، چی مانده در مال واقع چی بوده، ایره کی مال واقع رفت، ایره کی برد شفاخانه تبدیل چی نظر داد یا کلش گنگ است. اینیار حل کنن کلش ثابت بشن.
نمیگن مردمای فامیلی هستن که موضوعات حل کنن. آیا آفرین قاضی صاحب، خودت یک آدم مسلکی هستین، شما چیزایی که فرمودین از لحاظ مسلک خود عدلی ایرا فرمودین. این قتل اگر در یک کشور دیگری صورت میگرفت و یا خصوصا در امریکا بسیار از در زاویه ایرا با معاینه میکردن. نیکادن صاحب بشار صاحب نیکادن صاحب اول گلون گلون می گلون واسه میکنن یا غزیک یخن گلون میکشن اما یا بی فایده است یا اونم چیزایی که خاک باد میکنن سر خود هیچ کلام فایده اول قاتل کیست مقتول کیست چطور شد مشهود تا در اینجا صاحب در فیسبوک برای ما میال یکی گفته که خیمی مقتول کجا سیرم خوب باید پیدا کنن او خوام کشته شد امی کس امی قاتل فرض کنیم یک طالب بود امو جسد از او کجا است در کجا دفن شد کی بود آلو میگم آلو موزور کی کشت آلو را کی کشت از دو مروی از دو پاید از دو پاید از دو پاید از دو پاید اینیا کلی سوالات است که نمیدم ابرتان گفت بله بیشتر خدا است که موضوع رو روشنی انداخته باشه انداختیم سر بیشتر زیاد تشکر وقتی هم رمی هست ایرازقه که بیچاره رو کشتن و رفتن سر و اینجا دیروز برای ما بله که گفت افغانستان به حد مشکلات ما داریم 40 سال و خصوصا در یه اواخره که پول زیاد شده، تعرضات جنسی زیاد شده، بیوه و بیوزن، فحشا دیگه میگم این کسایی که فحش و ناسزا میده حتما بالای یکی از اینا تعرض جنسی صورت گرفته برای اینکه اگه آدم نرمال هیچ حرفایی را که که بعد میگه نمیزنه اگر یک خانواده فقیر هم بود امروز با کلام با منطق با بیان یکی دیگر قانی می سازیم. فرق انسان و گاو خرمی است که انسان با منطق متمایز شده از دیگر حیوانات و حیوانات شاخ می زنن و لغت می زنن و از وسایل جریحی خود دندان و پنجال خود چون شیر و روبا و اینا استفاده می کنن. دیگر انسان هم با مو حد پایین می شه منطقه می گه چون بسیار اینا زجر دیدن بسیار شاید تعرض جنسی بالای فامیل خود از اینا صورت گرفته. در امریکا هم صاحب ما در لاس انجلس ساوت لاس انجلس میگه منطقی یکی فحش و ناسزاست شما یک بار در اونجا اگر موترتان استاد کنین همه دو میزنن یکی دیگر. در اونجا می گنگا و چرسی ها و کسایی که از خانه رانده شده سر خیابان خوابیدن تعرض جنسی بالای از اینا صورت گرفته اما مشهود است هم افغان ها امریکای ها میدانن در اون منطقه تا نمیرن و سودای خود نمیخره و یک کمیونیتی از خود اونا دارن. باز اگر در مناطق دیگه چون بیورلی هیلز و سانتا مونیکا اینجا صاحب از دهنی هیچ کس شما یک فحش نمیشنوین اما بسیار منظم حتی همین قوانین ترافیکی در این مناطق بسیار مراعات میشه. در اونجا صاحب یک نفر یک دفعه موتر دود میته و بدوانو صاحب مثل این بعضی کسایی که در این تلویزیون های ما فحش میته و یا چون هم خود صاحب تلویزیون هم قدر هرزه و پست است و دیگاه هم میبینین که تو یک آدم نشسته اینجا کسی ناق ناق همو حرفایی را که در اونجا میگویه بیاید میبینین در تلویزیون ما قاضی صاحب فرزن بعضی دکتر صاحب جاهد فرزن بعضی دوستای بسیار تو با ارزش میبینین که از متانت کلام برخوردار است. اگر نقد هم میکنن بعضی کلمات شدید هم میگن با منطق استوار است. اونجا با خاک دستر ازی و بسیار پست است و نامش فلانی چیز نگیرین و نام از یه طور است. در حالی که امسای به تلویزیون نامش نبیل باز غمگین یعنی افسرده بدبخت در غضب خدا گرفتار و راستی هم همون طور است چون بسیار غمین است و به متخلص از یه آدم میخوانه صاحب چون کسی اگر غمگین نباشه از درون کدام رنج و مصیبتی برای ازی در طول حیاتش واقع نشده باشه هیچ وقت به می لحجه و دروغ و حتی به دوزی می از آین پولای فرض کنیم یک زلزله زده را می خوره صاحب. گفته این دوست ما جایی که کمایی کنه به دست خود می ره صاحب عقب پول افغانستان نزد یک قماندان زانو می زنه پای از او را می بوسه. کلش مریضی هست به اول هست تخلص ازی بسیار به جا
یک تخلص انتخاب کرده، غمین، استرسد، فول اف انگزایتی، همو باعث چی میشه و قدم میشه. اون تخلص هم تاثیر داره. بله، سلام علیکم. علیکم السلام. آقا فوری صاحب، سلام علیکم، خوب هستید؟ سلام احترامات خدمت شما، بیننده شما تقدیم نموده. امیدوارم شما با فامیل نجیب شما موفق و سربلند باشید. و علیکم سلام، بسیار تشکر فوری صاحب محترم. جناب خطاب صاحب، کسانی که میگویند جنرال رازق علی پاکستان بود و علی پاکستان شعار میداد، قبول داریم که علی پاکستان بود، علی پاکستان شعار میداد، اما سوال من این است که پاکستان و امریکا یعنی چی؟ آیا پاکستان خبیث در طول عمرش نوکر و دستیار درجه یک امریکا نبود؟ بود. آیا جنرال رازق از امریکا بادار پاکستان پیروی، اطاعت و حمایت نمی کرد؟ آیا کدام بار جنرال عبدالرازق مخالفتش را علیه آمریکا بادار پاکستان خبیث مانند رهبرانی که هنوز هم در افغانستان حضور دارند و افغانستان را اشغال شده می دانند نشان داده بود؟ مثل آفتاب روشن است که پاکستان یعنی آمریکا. همه می دانند که جنگ لفظی آمریکا و پاکستان جنگ زرگری است. پاکستان فرزند آمریکا و آمریکا پدر پاکستان است. آیا آمریکا کوچکترین فشار برای پاکستان وارد کرده است؟ نه. جنرال عبدالرازق اگر استقلالیت می داشت، چرا به خاطر انتخابات آمریکایی‌ها را آورد تا از آنها مشوره بگیرد؟ این استر جنرال افغانستان نوکر را دشنام می داد و در مقابل بادارش خاموش بود. لازم بود برای بادارش هم اخطار میداد که چرا نوکرش دستور از بادارش میگیرد. شاید بادارش به خاطر نوکرش این جنرال بیخبر را کشته باشد، چرا که نوکرش را دشنام میداد. ضرب المثل است، میگویند نداب را بزن که جولا بترسد. جالب میدانم که استر جنرال مقتدر حکومت افغانستان بادار را دوست بدارد و نوکرش را دشنام بدهد و در هر کاری از بادارش کمک بگیرد و علی نوکرش شعار بدهد. من به صفت یک افغان نظر میدهم که اگر یک استر جنرال افغان در هر مورد زندگیش از بادارش اجازه میگیرد و در آخرین لحظات عمرش در پهلوی بادارش کشته می شود، وقتی که نوکرش را دشنام داده بود، حداقل بادارش را انتقاد می کرد. این کار را هم نکرد که قهرمانیش را ثابت می ساخت. بنابراین تعجب من در این است که یک استر جنرال مقتدر افغانستان در این زادگاه قهرمانسازی سلاح خود را برای جنرالی که بادارش پاکستان است تسلیم میکند و خل سلا میشود و در مقابل او قرار میگیرد و در آخرین رمق حیات در پالوی بادارش به قتل میرسد. جای تاسف است و من الله توفیق. خطاب صاحب، باز ندارم انترنت، زحمت بچشم. بسیار زیاد تشکر غفوری صاحب، بسیار معقول تحلیل کردیم. یعنی امریکا یعنی پاکستان یعنی امریکا، ISI و CIA در طول حیات پاکستان با هم همکار بودن، بهترین دوست و همکار دوران جهاد افغان علیه ارتش سرخ پاکستان بود و بالاخره در دوران طالبان هم و بعد از او هم جنگای زرگری. بسیار معقول تحلیل ما شنید، ما شما خیر ببینید. بله، سلام علیکم آقای خطاب. سلام علیکم. و علیکم سلام میمیدم. سلام همه هم بفرمایم چجور ارزیابی های محترم قاضی صاحب از لحاظ کریمینولوژی و از لحاظ بالیستیک بسیار وارد است و بسیار موضوعات دیگه گنگدهی وجود دارد و اظهارات غفوری صاحب هم همچنان واقعا همه طور است.
ما تکیه ما و تایید تاکید ما به این بود که پاکستان اگر پاکستان امروز در مجاورت افغانستان وجود نمی داشت، این اشغال به صورت قطع 18 سال 17 سال دوام نمی یافت. این مشهود است. کسایی که به سیاست کم و بیش چیز به علم سیاست، به خاطر اینه که سیاست یک علم است و علم سیاست آشنایی دارند، بر از اونا هیچ قابل سوال نیست که امریکا با از راه پاکستان آمد، تمام تسهیلات پاکستان برش وجود آورد، مثل سابق واری، مثل دوران جهاد، و همچنان از همین راه است که امروز تمام مواصلاتش و لوجستیکش از این راه پاکستان صورت میگیره. در یه جای شک نیست و ما باید بگوییم، واضح بگوییم که بعضی وقتها اتر اتفاق میفته هموطنهای عزیز که یک مجلس سیاسی جور میشه و در بین از اون مخالفت ها ایجاد میشه و قضیه به شکل دیگه تو میخوره و حتی باعث قتل ها میشه. اما اگر در مشخصات از این قضیه قندار شما در آید، به خوبی وضاحت میبینیم که قتل پیش از پیش سازماندهی شده بود. وقتی که اینا میاین دو روز یک امارت قلابند میکنن و تحت تسلط خود میگیرن، که آن افغان در اونجا ناممکن است که چاقو در جیبش بوده باشه، و تمام از این تلاشی قسم میشه که او ماشینک ها دارن و کمپیوتر ها دارن و اتاق با اتاق میگذن که آیین یا تفنگچه یک چیزی درش پنهان نشده باشه، تمام مخابرات بند میشه و اینا در تمام اتاقا تکنیکای میسازن که هم صدا را و هم کمره را تصویر میبینن. این ناممکن است. و وقتی که شما میبینین که آدم میایه، واقعا یکی از دوستا در پروگرام قبلی اشاره کرد که برای کشتن آمده بود، از چهره و قیافه ازی خونخور که یک جنرال عادی نیست، یک جنرال بسیار خونخور است، برای اینکه جنرال هم در هر جای جهان یک مشخصه دارند، این جنرال آدم کش است خلاص. و اینه بعد از این قتل از این آدم میبینه که اگر دیگه کس میبود برش توب زده میشد، دولت میامد، دولت خونه ایسه می دلقکا میامدن سه یک چند سیر تفنگ میکردن، یک خاک سپاری نظامی رو برای ازی میگرفتن که او تو نبود و همه گی ماتل ازی بودن که کشته شود. این یک واقعیت است. اما امروز باید چی شود؟ من به تمام پشتونهای میگویم که شما حس خونخواهیتان کجا رفت؟ او سکزی ها، او بارکزی ها، او تمام افغان ها، پشتون ها، شما را چی مرگ زده؟ شما به یه اندازه بیغیرت شده. من حیران هستم، من واقعا حیران هستم. حداقل خونخواهی من نمی کنم برای اینکه من در قطب متضاد رازق قرار داشتم و برای من رازق عبدالرزاق کشت، عبدالرزاق کشت. به چی معنا؟ ما میگفتیم شما که امریکا ناتو هم قرارداد امضا شود که حافظ ماست، ما را نگهداری میکنه، گینه نگهداری. ای رازق ماست، ما را نان میته اگه امریکا ناتو بره، ما از گشنگی میموریم. شرم است، لعنت است برای شما. باور کنین که شما یه لعنت، من یه لعنت تمام خلقت کائنات برای شما، شما شرم کائنات و خلقت هاسته. اینین قرمه بخیزین، شما را مرد زده بخیزین، حداقل یک صدایتان خوب بکشین. بخیزن که وارم بکشن صاحب شما دیوان است. بله سلام علیکم. سلام علیکم خطاب بیان صاحب. سلام څنګه جوړ پخه خدای وکړي چې روغ او جوړ. همچنان تشکر تر دې ډیر مننه د خپل پروګرام نه خدای دې وکړ نو مر ژوندې او چراغ دې رڼا ولري. او زه هم تاسو په اجازه سلامونه ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته او خپل تاسو ته او دا غنه وروسته په لنډ ډول په دغه ډیرو مهمو حوادثو چې د افغانستان کې فعلا روان دي قانم لاند خپل نظر تاسو ته طالبانو او امریکایانو د خبرو پروسه لکه یو څو موده مخکې چې د خلیلزاد په مورد چې د هغه د دې مشکل د حل لپاره ټاکل شو او د
د خاص امتیازات سره خپل یو دوره تای کړه. نو که زموږ به په ټولو په یاد وي چې ذبیح الله مجاهد نه ما یو وار پوښتنه وکړه چې آیا ستاسو په لیدو او کتو کې دغه مسایل لکه د بندیانو خوشی کول یا ځینې نور مسائل د حسنینیت چې یو بل ته یې سره وښایي چې آیا واقعا امریکایان هم دا مسله په جدي شکل ورته متراده که نه؟ دا مسایل مطرح شول که نه؟ خو هغه مجاهد صاحب هغې وخت کې وویل چې نه، دا ډېر ابتدایي خبرې دي او ډېره شروع ده د موضوع او سر وخت دی او دې شیانو ته خبرې نه دي رسېدلي. خو په هر صورت د خدای فضل دی، زما په نظر زه دغه یو نیک فعال په شکل چې د اول نه مې لیده فعلا یم د علایمو نه چې ګورم خپله د مثال په شکل چې د ملا برادر سره چې په پاکستان کې تقریبا څو وارې د طالبانو د خوانه او د کرزي په وخت کې سای د خوانه پیشنهادونه هغوی ته وشو چې که برادر راخوشی کړي چې په سوله کې ثابت سوی کس وه چې وایي غوښته چې په افغانستان کې دا مسله د جنګ د لارې اخر نتیجه نه ورکوي، باید د سولې د لارې دا مسله حل شي او هلې ځلې کړي چې امریکا هم نه غوښته او پاکستان هم بله 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 په ګډه یې په زندان کښې واچاو. اوس چې زه راخوشی کېده ما ته خپله د امریکایانو د خوانه د یو حسنینیت د ښودو په شکل ښکاري او د هغې نه چې ور تېر شو اوس دغه لکه تاسو هم چې وفرمایل دا د پنځو کسو چې د امریکایانو سره په ګوانتنامو کې بندیانو د هغې جملې د داخله وزیر د طالبانو د حکومت ته واخېست او د هرات والي خیرالله خیرخوا چې د هغه د وکیل په ذریعه د ګوانتنامو په وخت کې چې دای بندي وو حتی امریکایانو ته او د هغې وخت کرزي حکومت ته دا مکتوبونه لیکلي وو چې که دای خوشه شي د ګوانتنامو زندانه دای حاضر دی چې د طالبانو د امریکانو او دولت تر منځ د سولې په خبرو کې مثبت رول ولوبوي. ولې هغې وختو کې هغې شیانو ته هم بالاخره چې د امریکایي عسکر په مقابل کې بیا دوی خوشې شو او بیا تر اوسه پورې دا پنځه کسان په دوبۍ یا په کوم ځای کې وو چې اوس ورسره بیا د امریکا په موافقه چې دا بیا یو بل حسنینیت دی او د ملا هیبت الله د طالبانو د لښکر د مشر په هدایت دوی اوس مقرر شوي چې قطر ته لاړ شي او په قطر ته هم دي چې دوی په دغه خبرو کې چې د امریکایانو سره شروع دي د رهبرۍ د کسان نه دي دوی د قطر د دفتر د محصلینو سره یو ځای د امریکا سره د بل وار د امریکایانو د ګروپ سره په خبرو کې یو ښه سرعت او د پیشرفت روانتو په خاطر دا کار کړی چې زه ورته امیدوار یم چې دا همداسې مثبت او موافقانه مخکې لاړ شي. او فقط مختصر د رازق د مرګ په هکله هم دا وایم چې رازق باندې به څوک خوشحاله وي او څوک به په خپه وي اول دغه ته یې سړی وګوري د چا په ګټه او ژوند دی او د چا په نپ او مرګ یعنې رازق واقعا درسته ده چې په کندهار کښې دېنه په سړی دا باید ومني چې یو څه هم نه کړی وو ولې د په څه ذریعه یې هم نه کړی وو هغه په خپل ظلم او په دیکتاتوري سیاست باندې او چې خپل خلک ورسره یو څه کوي ولاړو هغوی بېګناه خلک د طالبانو په نوم باندې په موټرو پسې خپله ځوړند کړه تر څو چې پوستکې وځي ده د یوه میاشت مخکې یو تجار کمپنۍ چې د هغه مرمۍ ضد موټر رازق لس د مرمۍ ضد موټر ته یو تجار نیولی وو چې هر یو یې یو لکو لس زره ډالر قیمت لره او د یو نیم میلیون نه زیات هغوی احتجاجونه وکړه سرکو ته راووته ولې چا یې غږ نه اورېده دی یعنې خپله پادشاه د دامد نه هم زیات په کندهار کښې او چې څه یې غوښته په زور د خلکو نه پیسې غنایم اخېسته شخصي زندانونه لرېده او په اصطلاح هېچا کیمرای نه وه یعنې ده په بین المللي جهاني حقوق بشر په جرایمو کښې د ده په تور لیست کښې د ده نوم حتی داخل دی ولې د هغوی هم په دولت زور نه رسېږي چې دی باید بین المللي محکمې ته باید وړاندې شي. خو په هر صورت یعنې دی د چا به ښه راځي او د چا بد او د چا ښه راځي هغه هم معلوم دي او د چا به بد راځي هغه هم معلوم دي څه چا چې استعمار ښه راځي او امریکایان ښه راځي بس هغه په خفه دي واضح خبره ده او څوک چې غواړي چې د ملک ازاد شي او د استعمار غلامي ونه کړي لکه رازق چې د امریکا غلامي کړه په عین وخت کښې د همدې دولت یو کلک بازو او په دغو سړی خفه کېږي چې امریکا ولې ماته شي نو هغه خلک واضح ده په دې هم خفه دي چې ولې رازق مړ شو. نو پس ډېره یې نه اوږدوم ډېره ډېره مننه وخت هم راکړ موفقیت هم غواړم خدای وکړي.
چه داینده در افغانستان که او در من نه بیان چه پا ما قدی کشت. بله بله سلام علیکم. بله سلام علیکم محترم خدمت. و علیکم سلام بفرمایید. همچنان که دوستان گفتن هم که نظر خود ابراز نظر میکنم خود اصلا مسئله ای که در میچه اواخر در افغانستان مسئله که پیش آمد و بحث کردن سر این چیزی نیست که ما از جستجوگری های خود پیدا کرده باشیم. چیزهایی که همیشه ما شنیدیم در تلویزیون، در یوتیوب، در اخبار، همه چیز رو بارها تکرار شده و نظر دادن برش آن نظر دادن به این باره بسیار ساده شده. خب این مشکل از کجا شروع شد؟ از این وقت شروع شد که ترامپ گفت ما در افغانستان آرام میده مرم خلیزدار نماینده خود انتخاب کرد، آمد در افغانستان بدون مشوره با حکومت افغانستان با غنی اونا میره به اونجا در اون مملکت هستی در قطر از کجا همه از این مظلوم های طالبا و طالبا نمانده هایشون صحبت میکنه پس نه و نتیجه صحبت از اینا کشته شدن دو جنرال افغانستان میباشه. خب بعد شده کسی هست طرفدار هست کسی هست که مخالف هست، اما به نظر من طرفداری و یا مخالفت با کسی با یک شخص خصوصا شخص اشخاصی که مطرح باشه بسازی مملکت ما و بسازی جهانی باید از نظر از دیدگاه وطن پرستی از او باشه. اونو به نقص ملت است و نقص ملت است. فقط ما افغان ها در یک مرض گرفتار شدیم، بعضی ها یک کسی را خوب میگن کسی را بعضی بد میگن کسی را با ظلم است کسی را بدون است و دیگر هم حالا از پشت مردم روان میباشد. این که کی را کی خوب معرفی میکنه کی را کی بد معرفی میکنه این باید از نظر دشمن افغانستان ببینیم. دوست افغانستان باید از نظر دشمن افغانستان ببینیم. دشمن سالهای سال پیش از آمدن کودتای افتساو پیش از دشمن سالهای سال ما پاکستان بود. امروز دشمن پاکستان که افغان باشه چطور دشمن خود افغان شده میتونه؟ هیچ امکان نداره. این کابل منطقی نیست. اما آقای غفوری غفوری صاحب باید چیزا رو گفت رو شنیدین شما؟ نه نه آن نظرتان آن نظر خو دشمنی با پاکستان معنی زیر نمیده که آدم دوست افغانستان هم شدهش. دشمنی با امریکا معنی زیر نمیده که دوست افغانستان باید باشه. دوست افغانستان او کسی هست که منافع مردم افغانستان به صورت عینی ارزیابی کنه. اگر در قندهار یک نفر آدم ها را بکشه، دزدی کنه، هر چیز دلش باشه خودسری کنه، مردم در پشت یک موتر کش کنه، یک نفر اگر صدای خود بکشه به نام یک طالب و ضد پاکستان، پاکستان یک وسیله کشتن و زدن بسازه و زندانه شخصی داشته باشه، دیگه او خوبه. در دیگه بهانی ما تمام روز پاکستان دو بزنم شما برای ما دست بنا چی میگه نافستا چوین خویی درست نیست. شما ببینین که در خود شعار آیا ریا است یا واقعیتانی هفته است. اگر واقعیت به این بود که پاکستان آمد در افغانستان حمله کرد و رازق استاد بود و سینه خود سپر کرده بود و قربانی داد، باز ما میگم نوش جانش. و اگر این سیم خارداری را که اتا میگه زد پاکستانی شعار میداد که بلند نکنه، بالاخره با پسر امو یا خیشای خود محمود اتسکزای که وام قوم اتسکزای بود قرارداد به او سپرده شد که میلیون ها دلار در اونجا به این مردم نصیب میشه، با هم یک شبکی منفعت ها را اینا با هم درست کرده بود. خودت هم اخفال نشد که چون ولی اگر پنجابی گفتی مثل همی جمعیتی ها و همی شورای نزاری ها که اگر پنجابی ها نمی بود ما را طالب در سوراخ های پنشیر داخل ساخته نمی تنست که وانوزا عیب بالاتر از این که یک نفر ادعا کنه که پاکستانی مرا دوانده در حقیقت. شما کوشش کنین که مردم شما وقتی دویدن شما نرین پشت. ما وقتی رازق نمره می دادم که همین شعار نمی بود، در اونجا عدالت می بود، کس بالای کسی ظلم کرده بود استاد می بود که ظالم است. اگر برادر محمد ظالم بود پرتی نشده زندان، اگر کسی قتل کرد چیزی که کتاب الله میگه مطابق که زور افتار کن. ولی اونم آدمی ریشکی اگر نامش طالب است او را بکشین. در قندار یعنی 99.99% کلگی رقم طالب را میرن
به لهجه طالب صحبت می دارن، مثل طالب نماز می خوانن، مثل طالب به شکل طالب ریش دارن، خیش و قوم طالب هستن، کلی از یاد طالب نیستن. باز اگر باشه آدم یک اسیر جنگی را قبل از اینکه او را به امرای زو به یک محکمه، به یک ثبوت، به یک شاهد مراجعه کنه، او الان میگفت که طالب من زندهش دوست ندارم، مردهش بسیار دوست دارم. وقتی با یک عقده استوار باشه، با یک شعاری میان توهی استوار باشه، اونو شما رو هم در اونجا شما میگین او یک دوست افغانستان از دشمن افغانستان. پاکستان دشمنتان بود، مگر در پاکستان شما امیل دونی میلیون آدمتان برین آدمایتان رو بیارین. اگه ایران دشمن جدیدتان است، برین یک 3 میلیون تان از ایران بیارین برگردانین. امیل اونان ایران رو میخوره، امیل اونان پاکستان رو میخوره. امیل شما کل مجاهدین هفت رهبریتان همونجا زیر کاسی پاکستان چوچکشی شد و بزرگ شدن، با شمول ربانی، با شمول امیل سیاف، با شمول همه از اینایی که امروز زده پاکستان شعار میده. اونا چی بدی میکردن در اونجا فرار کرده بودن رفته بودن؟ شاید همی خودت هم از رای پاکستان گریختی آمدی در کشور چون فرانسه تشریف داری. ما دوست پاکستان هیچ کس نیست، مام نیست و ما دوست افغانستان هستیم. هر کس به افغانستان ضرر برسانه، خساری برسانه، او دشمن ماست. او اگر پاکستان بود، اگر ایران بود، اگر روس بود، اگر امریکا بود، شما چی کنید؟ غفوری صاحب امیر گفت که پاکستان و امریکا جز لایتنایی یکی دیگر هستن که با هم جوش خوردن از لحاظ علایق. ما از اون خاطر گفتم شما گوش دادین؟ میگه داد. وقتی که لیلا نر بود یا ماده، برای خودت ما چی بود؟ بله، سلام علیکم. سلام علیکم جناب خطاب صاحب، برادر عزیز و گرامی. بله، علیکم سلام، بفرمایید. خطاب صاحب محترم، موضوعات زیاد شده، دیروز هم غیرحاضری کردیم ولی تکرار برنامه رو شنیدم. امید است که وقت بتین اول خروی صحبت های امی برادر عزیز ما، که اگر دوست گرامی نامتن همی پامم خودت صدای ممشنوی، مهمان کیوان استم، از ونکوور گپ میزنم. خودت که گفتی که میار اصلی قهرمانی و یا وطن پرستی، وطن پرستی رازخان قندهاری همی بود که علیه پاکستان بود. این میار و شخصیت من بنده داشتم 40 سال قبل که علیه پاکستان قد علم کرده بودم و آلام میکنم. امریکا را دشمن سرسخت بشریت به نام امپلزم میدانستم و همچنان به آقای غفوری هم احترام عرض میشود که ای کاش آل شما نی بلکه اون زمان میفهمیدین که امریکا و پاکستان با هم یکی هستن و دشمن سرسخت بشریت هستن. جهاد شما جهاد احیای دین اسلام نبود، بلکه هدف امریکا رسیدن به قدرتشان بود. از این گپ میگذاریم ولی میایم سر موضوع. موضوع ایست که جناب خطاب صاحب، قتل عزیز رازق ماجرای را برپا کرد که حتی ملت شریف و واحد به دو دسته تقسیم کرد. پس از این معلوم میشه که این قتل منحوسترین قتل بود. هیچ نوع دستاوردی نداشت، حتی بعد از مرگ از او هم ملت از او خیر ندی. حال خانه به خانه جنگ است، دشمنی ها هست. یک تعداد وطن فروش ها و دین فروش ها میگن که این قهرمان بود، این بهشتی بود، این وطن پرست بود، میارش هم همین که پاکستانی بود، در حالی که پاکستانی بودنش هم تاله ثابت، ضد پاکستانی بودنش هم تاله ثابت نیست، بعد از معلوم میشه. دو، در عین حالی هر رمزاده به ضد طالبای رهایی بخش و آزادی بخش هست و بود. پس به این یک معماست. در عین زمان ملت شریف، ملتی که مردم توهین میکنین، ملتی که علیه خطاب، علیه شخصیتی که او امروز و دیروز موضع‌گیریش مشخص ساخته و پیش خدا و بنده هایش سرفراز خواهد بود، و شما علیه عزیز تخریبات میکنین، دین با ما گپ بزنین. ما برنامه میدونم 500-600 با شما هر کدامتان اگر هستین، دین فروش ها، تخریب کارا، وطن فروش ها. خب حال باز در عین زمان و امریکای اجبارگر چطور این قهرمان بهشتی یک جا و دوست می باشد؟ باز بالاخره شرم بر شما که دشمن شما، شما خوده قاتل خوده که خود امریکا ما کم نمیگرین، میرین در سر ما که یک بار خیز میزنین، مذرد میخواییم از سر خطاب.
بیاین این حرف رو باز کنین و در عین زمان میم دوباره به این حرف که این خونه به خونه نفاق افغان تعدادی از این فروش ها وطن فروش ها اونطور میگن تعداد به اصطلاح آقای خندان میگن که مردار شد ولی به هر حالش میگیم که علتش چی بود؟ علتش آیا ضد پاکستانی بودن بود که نبود؟ با اشرار سمت شمال که دین شما را به معرض آزاد قمار قرار داد خود شما را بیاب رو ساخت عطا اومد نور و امثال شورای نظار حزب جمعیت و امثال هم اینها شما را به آب بپرده ساختند. نه خواهر برای شما ماندن، نه مادر، نه حیوان، نه گوساله، نه زمین، نه مال و جایداد. و امروز این وطن پرست بهشتی چطور میره با اون اشرار بیدین و بیفرهنگ یک جا میشه؟ این خودش نمایانگر چی هست؟ آمدن طالبان و تحولات جدید که اون افراد های خاصه که در گوانتانامو بودن به شمول امرا خیرالله که ما او را میشناسم یک شخص جالی تمیاله و موشه آمد و آزادگی و مردانگی اعلام میکنم که وزارت داخله او را باید صحبت کرده بود اون وقت و ای ها میاین حرف میزنن و ای کماندان شهی به اصطلاح قهرمان شمال امریکا میکشه و ملا برادر در اونجا روی سهرم بیرون میکشه و ای حرفا بیرون میه. این ناشی از چی است؟ ناشی از این است که اشرار بدین جمعیتی ها نظاری ها شما باید بدارین که دیگه از صحنه بیرون میشه. امریکا نمیخواید که سر شما دیگه سرمایه گذاری بکنه. ملت آزاد است از این قهرمان ها و از این طالبایی که شما او را دهشتگر میدانین. امریکا زیر زانو آمده از است از اینو توبه میکشه فغان برمزارم او را دست پایشون ها را میبوسم بیاره که شما را و دیگه تخریب کنه را به شمول ایران کیبل بزنه. من امیدوار هستم که در او کیبل زنی سهم فعال داشته باشم که تا من دیره من داره این نصیب کنم تا چه به ملت واحد آفر. مرگ به دشمنان و بله سلام علیکم سه بله 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 بفرمایید. سلام علیکم محترم خطاب سید. و علیکم سلام بفرمایید. شما و بینندگان محترمتان و تمام افغانهای عزیز سراسر جهان تشکر. اگر امکان داشته باشه شاید ما یک دقیقه اضافه تر گپ بزنم. بفرمایید بفرمایید. سر سیاست نمیخوام گپ بزنم، اونو با مطنان خود نگذارم و درد دلی که در میافته با ما پیدا شدم اونو میتونم بفرمایید. بفرمایید. ما اول خطاب به شما میخوایم بگویم که همت عالی ندارد، همت عالی ندارد تکیه بر بازوی کس. آسمان با این بلندی بیستون افتاده است. برنامه های زنده شما را ما از رادیو پیام افغان تا تلویزیون پیام افغان که 13 یا 30 سال یا کمتر یا اضافه تر شده شما در خدمت هموطنان مهاجر هستید. طرز برنامه های شما به کلی متفاوت است. اول دو نیم ساعت برنامه های زنده شما با تحلیل شما در مسائل وطن عزیز با مهمانان و شنوندگان گرامیتان کار آسانی استقامت، توانایی و حوصله‌مندی می خواهد و مهمانان گرامیتان در برنامه هایتان صادقانه در مسائل افغانستان تحلیل می کنند. یکی میگه کافای مرا چیزی نگو، دیگر میگه خاله ما نگو، ماما و بچه خاله و بچه کاکا همه گله دارن، خیلی پس کیر ما باید بگوی. سلام احترام مواد قلبی خودم و تمام مهمانان گرامیتان، برنامه سازان شما و تمام اهل مطبوعات در داخل کشور و بیرون از کشور تقدیم میکنم و با گفته یکی از هموطنان ما که از تلویزیون شما همیشه لطف میربانی میکنه که از الف بی نقطه تا یای زی نقطه. ما اکثر برنامه های شما و تلویزیون های افغانی را اکثرا تکراری میبینم ولی یک موضوع مرا نهایت ناراحت ساخت. در جریان امی هفته بالاخره تصمیم گرفتم که امروز تلفن کنم. موضوعی که مرا دوستان و دیدان را ناراحت ساخت و به شما و بینندگان میخواهم قسمت کنم، های کاش ما رقابت سالم داشته باشیم. مطلب و تاپایی که به این تلویزیون شد از یک اهل مدباد توقع نداشتم که پیام افغان را پیام شیطان خطاب کنند و این معنا که کلمه افغان را به شیطان تبدیل و مقایسه کرد.
این تا بعد تمام احسان مرا دوستان و عزیزان نزدیک خود من خانواده ها و اکثر افغانای عزیز در سر سفر جهان ناراحتم. همین لحظه که من صحبت میکنم آیا من شیطان هستم؟ به خاطر که ما پیام های خود را با دیگر هموطنان قسمت میکنیم آیا ما افغانا مستحق همین تاپه شیطان هستیم؟ افغان و هموطن 90 ساله یا 93 ساله ما که در هجرت پیام خود را می نویسد و وقت را نیز مراعت می کند آیا این شخص محترم و گرامی شیطان است؟ این نیت اهانت و تمام هموطنان ما در سراسر جهان است. من دست های بزرگان را می بوسم و از طرف کسی که این تلویزیون را پیام شیطان را از شما و از تمام بزرگان و هموطنان خود در سر تا سر جهان معذرت می خواهم. موضوع دومی که می خواهیم اگر اجازه باشد بفرمایید اهانت به قرآن پاک الهی است. شما کار کردید که دیگران اول توانایی آن را ندارند. شما با دو لسان دلیل پشتو فوق‌العاده صحبت می کنید به شمول لسان انگلیسی. شما ترجمه قرآن کریم را شما با ترجمه قرآن کریم ما را آگاه ساختید از دین ما. من در این صحبت میکنم ولی هر دو ترجمه را حجه کردم دری و پشتو گاه پشتو را هم میشنوم. ما قرآن کریم را در خانه های خود داریم ولی اکثریت ما قرآن مجید را درست خوانده نمیتوانیم. ولی سیدی های قرآن مجید که با چقدر ثقافت زیبا مخصوصا وقتی که شما همان وقتی که در آن سیدی ها از باز میکنید چشمانتان یک روشنایی پیدا میکنند. اول بیرون بکس یا جبهه بعدن سیدی هایی که در قسمت و بسط آن قرآن کریم نشته شده و در راست سیدی ها اسم مبارک الله بزرگ توانا و در چپ سیدی اسم مبارک پیغمبر ما محمد صلی الله علیه وسلم نشته شده. خطاب باید این سیدی های قرآن شریف بهترین دقیق زندگی من شده. در سفرهای طولانی تیاره در خانه هر روز می توانی ختم قرآن کریم را انجام بدهید و معنی آن را نیز بدانید. و دیگه می خواهیم بگویم که این ساحت هایی که آزار می دهد شما در خانه های خود که دارید اطفال توجه می کنند وقت آزان می شه اونا می دهد پدر و مادر و مادر کنان خود صدا می کنند که علا بی بی جان وقت نماز شدن. این یک خدمت است و ایستیدی های شما و بزرگوار عبدالستار سیرت بهترین هدیه برای دوستان و عزیزان است. و می خواهیم اضافه کنم کارهایی که شما در افغانستان عزیز انجام دادید. کلینیک ها برای خانم ها که پول خود بوده شما کمک میکنین کمی هم اکثر وقتا یادم میکنین اگر اشتباه نکرده باشم در مسجد منطقه خودتان شما و فامیلتان قرض اسنه دادید تا که این مسجد از دستتان نرود. و می خواهیم بگویم که سیدی های نماز و سیلشان من را به کلم یاد گریه می گیرم. سیدی های نماز و سیلشان برای اطلاع هست و برای جوانان و بزرگسالان بهترین هدیه است. به عوض این که ما توبه های قیمتی خریم قیمتی ترین هدیه همین قرآن کریم است که به دوستان خود هدیه بدهیم. این هدیه به دوستان تا که زنده هستن شما را دعا می کنن. آیا عدیه قرآن مجید برای ما عزیزه است یا پال و پال بینی کمیشان در بین فامیل ها جنجال خط کرده و پول گذاب خانواده ها در این دا مصفت می شود نتیجه هم به اتباقی و سلامه به اقتصاد فامیل ها. با خدا سوگر می خورم که من از امی کراهایی که در دستش از سال 2007 به این صورت استخد دارم و دوار همی خورم. این امی رده که صحبت می کنم که مربم با بخاطر درده که من خواهد و شانی خواهد استفاده می کنم و من به این باور هستم که شما اعلانات فاتحه را با وضو و نماز اعلان می کنیم و بر حق آنها از دل دعا می کنیم. و می خواهیم که یک سوال به آخر خطاب به شما بکنم که آیا علی خطاطیه که سیدی های قرآن کریم در اون وقت جا به جا شده خطاطی حقیق بزیره برای که شما
یک مهارت یک خطاط بسیار فوق العاده است. آیا خطاطی پشت سر علی بکسا با دست خودتان بوده؟ بله، هم بخشی که شیرات صاحب آلبومش را درست کردم بسیار شوقی از او بودم، با دست خود نوشته کردم، مشقش خودم کردم، دیزاین از او را کار کردم، بسیار با شوق اینا را درست کردیم. مثل یک عروس که آدم می آراید بالای از او کار کردم، بسیار ماهای مرا گرفت. یک دیزاین می دیدم باز می گفتم اینه خوب نیست، باز دوگر می دیدم می گفتم خوب نیست، باز مرا یکی گفت که عکس خود ده و بگذار بالای آلبوم، گفتم نه خوی آلبومی که دکتر صاحب سیرت صحبت کرده اونا مستحق هستن، تصویری از اونا رو گذاشتم، گفتم برو هم خطاطی از اون رو من میکنم، دیزاین های از اون رو من بالایش کار کردم، آقای مینیار لطف کردن اونا، یعنی بالای هر کدام از اونا اینقدر ما کار کردیم، مثل که یک آدم هزار سال زنده باشه و هزار سال همی تولید آدم به امره آدم باشه. من تو فکر میکردم که دائم با همی البوم هم زنده خواد بودم. بسیار زیاد تشکر خوره که گل. میخوایم اضافه کنم که شما خداوند الله بزرگ با شما و خداوند گوها هستند. داخل میخوایم یک چیز اضافه کنم مستم خطاب که شما هیچ وقت ناراحت و مایوس نباشید. خیلی. بیدن میگه که زمانه کجربشان را ببر کشد ای بیدن. زمانه کجربشان را ببر کشد ای بیدن، آن که راست از خار چشم عالم هست. تستایتان می بوسم خواره که گل، بسیار تشکر. من نتانستم که عشقه خود بگیرم، نمیدانم چرا اینقدر چیزایی را یاد کرد که من یک آدمی عادی. دوستانی عزیز میریم سراغ اعلانات، باز انشاءالله برمی. بینندگان نهایت گرامی، اسپری تسکین فوری دردها به خصوص برای مفاصل، عضلات و تمام دردها به شکل فوری فقط تاثیر میکنند. اسپری تسکین دهنده فوری دردها شما میتونید که از بازار پیام افغان با شماره 818-917-1588 تماس بگیرید و به دسترس شما قرار داده میشد. بشتابید و بشتابید. اگر می خواهید سفر مطمئن را با خدمات، سرویس عالی و استانداردهای بین المللی در تمام کشورهای دنیا داشته باشید، اگر می خواهید سفر حج فرضی و عمره را با تضمین و قیمت مناسب دریافت کنید، اکرم تریول ایجنسی، یک نام آشنا در عرصه خدمات ترانسپورت هوایی و اخذ ویزا و تجارب 20 ساله کاری در خدمت شما. بفرمایی ننگامه جان، سفر خوش باشه با آرزو دارم. تشکر از شما. ما تمام سفرهای خود به هر کشور جهان با اکرم تراول تنظیم میکنم. سفر خوش، راحت و مطمئن. هامبورگ، شتایندم 97، برلین، شترومشتراسه 22، اسن، فیلوفا پلاتس نمره 10. اگر میخواین شما در ترکیه شهر الانیا و انتالیا خانه های خوب، آپارتمان های خوب با سرمایه گذاری کنین، لطفاً با زفر شامل با تماس شوید. انشاءالله که تمام امکانات در اختیار شما میگذارم تا بسیار سهولت و آرامش، بدون مشکل، بدون تشویش. شماره تلفن من 0049-172-56-29-662. چکر.
موبل پلازا، فروشگاه موبل فروشی در هامبورگر شتراسه 167 شهر هامبورگ در فاصله 1 کیلومتری مرکز شهر. در این فروشگاه شما می توانید مدرن ترین موبل و لوازم تزئینی، میزهای زیبای تلویزیون و سالون، میزها، چوکی های طعام‌خوری، مبل ترکی و ایتالیایی، اتاق خواب بزرگ سالان و کودکان با اضافه از 200 نوسیت های ظریف اصل کریستال با سیستم LED با تغییر نور رنگ ها را خریداری نمایید. فروشگاه موبل پلازا در 2 طبقه با مبل های مختلف، مبل های کار دستی محصول کشور ترکیه و ایتالیا با دیزاین کلاسیک، آوانگارد و مدرن. با اضافه سفارش رنگ های انتخابی شما در 200 رنگ مختلف در خدمت شماست. فروشگاه موبل پلازا اشیای شما را به محل دلخواهتان منتقل نموده، خدمات تعمیراتی را انجام می‌دهد. آدرس: هامبورگر اشتراسه شماره 167. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشند. مراکز توزیع برنج پامیر: آلمان، هامبورگ شرکت پامیر، دوسلدورف شرکت ساعد، افغانستان شرکت پامیر نوآوران هرات، کانادا وانکوور شرکت خیبر لیمیتد، انگلستان شرکت پامیر لندن. فروشگاه کانفور و غوز انگول در هامبورگ بلیشتید. این فروشگاه بزرگ موبل در هامبورگ با سابقه درخشان 7 ساله عرضه کننده بهترین موبل از مشهورترین و بهترین تولیدات ترکیه در خدمت شماست. شما می توانید در این فروشگاه بزرگ انواع موبل های مورد پسند خیش را از قبیل موبل اتاق خواب، اتاق طعام، تخت های خواب، کوچ و چوکی، فرش های مرغوب، پرده ها با رنگ های زیبا با قیمت‌های کاملا مناسب خریداری نمایید. جهت سهولت بیشتر شما، بخش دیگر این فروشگاه در آلستن بیگ کانفور با مساحت 1800 متر مربع با تمامی اجناس تذکر یافته در خدمت شماست. فروشگاه ما اشیای مورد ضرورت شما را با قیمت مناسب منتقل نموده و خدمات ترمیماتی را انجام می‌دهد. همچنان پرداخت ها به شکل قرضه از طریق تارگو بانک نیز میسر است. دوستان عزیز، عرض سلام و احترام داریم خدمت فرد فرد. باز هم بالای حوزه جدی افغانستان و لینای ما طور معمول مشغول هست. افغانای ما میخوان صحبت بدارن از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان. افغانای خود عزیز میدارم، بسیار دوست دارم میتونه. کسی اگر برای ما بدورت گفت، باز برادر ما و خواهر ما در نهایت یک خونی افغانی در درون
رگهای ما جریان داره، مهد تولد و پرورش ما، ریشه های ما افغانی است. تو رجحان خاصی ما ندارم، اگر یکی با ما محبت کرد و لطف کرد از اونام شار ممنون. ما هم یکی از تولید افغانستان هستم و در حدود 22 ساله ما در افغانستان سپری شده. مکتب و مدرسه و تعلیم در مکتب یا لیسه حبیبیه به انجام رساندیم. یک 4-5 سال خوب اول نمره صنف خودم بودم که آقای شاقای مجیدی صاحب شاید است در نگران صنف ما بودن. فاکولته اقتصاد تمام کردیم، بعد از او خدمت عسکری و 6 ماهی را انجام دادیم و بعد از او ماموریت نکردم در افغانستان. در رادیو افغانستان نطاق بودم، گویندی پشتو و در افغان فیلم هم سر فیلمی های افغانی را افغانستان هم سفر داود خان طور مثال ما خودم قرائت کردیم 40 دقیقه که بعد از او از افغانستان بیرون شدم و در امریکا و با فکری که دوباره پس به افغانستان برگردم در خدمت قرار گیرم، همه پلها شکست و نتانستم برگردم. من چی تانستم از راه های دور انجام بتون برای افغانستان، گفتم فاصله معنا نداره، زمان و مکان برای یک شخصی دلسوز، ایماندار و خدمتگار باید حائل نشود و امو فریضه بسیار درست بوده. من چی ما فکر می کردم از اینجا به اونجا تانستیم یک چیز به موسو توانی بشری بسیار محدودی که انسان ضعیف آفریده شده او را به حساب انجام دادیم. تلویزیون تحت عنوان پیام افغان، ما بالای همی خود اسم و عنوان نشرات رادیویی و که بالاخره تلویزیونی شد بارها جلسه داشتیم، با افغان ها صحبت کردیم. تقریبا در حدود 2 ماه نشسته بودیم که کدام اسم بسیار موزون هست و بالاخره نتیجه به این شد که چون برای افغانستان نشرات میشه، برای افغان پیام افغان باشه، به این معنی که یک افغان باید پیام خود از این طریق برای افغان خود برسانه. و همشهری ما چیزهای فرمودن که هیچ من حتی متوجه از اونا بودم آنچه اونا فرمودن. از اونا بسیار زیاد تشکر میکنم، خواره که گل قدر ما را نوازش دادین و نواختین که فراموش نشودنی خواهد باشه و خداوند غرور به دل ما هیچ وقت را ندهد، خاک پای همه ما را قرار بده و صرف به لهجه بسیار مهربانانه خواهرانه که شما فرمودین، خالصانه و مهربانانه و با شواهد فرمودین، ما تا زنده هستم فراموش نمی کنم. بسیار زیاد تشکر. آمدیم بالای تلویزیون شماست، ما گفتم پیام شماست، برای شما نشرات دار که پیام شما شیطانی می سازین یا رحمانی مربوط شماست، مگر یک چیز وعده می تون برای افغانای خود که از این طریق هیچ با یک چال و وال و دروغ و نیرنگ هیچ با شما معامله نکردیم و نخواهم کرد و نه افغانای ما شریفانه میان صحبت می دارن. اتفاقا لینای ما از و افراد و اشخاص تشریف میارن که بسیار گاه گاهی میشه، ما خواه اجتماعی به یک حساب متفرق هستیم، جنگ زده هستیم، افگار هستیم، روحان جسمان یک اجتماعی نارام داریم. انزجار بعضی افغان ها را ما قابل فهم میدانم، یعنی یک شخص بسیار دانشمند و قلم به دست و دکتر و عنوان میرسه، باز در متن تحریری از یک داخل میشین الفاظ بسیار رکی که استعمال میداره، او معنی اینی که او شخص نادان هست، معنی اینی که او شخص بسیار منزجر شده، از اون کلمات رکی که استفاده میکنه برای اطفای شعله آتش درونی غم و غصه خود. بنان ما قابل تحمل هست، اگر کسی شیطان گفت یا غیر شیطان، میبینم که مشکل در اینجا فضل خدا نیست. اونجا اگه آدم منتجر است فحش میده یا ناسزا میده یا چون خود افراد و اشخاص جمع میداره و
خدا شاید است که دیروز گفت به نام آقای ایام اعنام صاحب که مشکلتان رفع بسازین و ایتر کنین، سفارش ها یک نسخه به دستشان بود که ما با فلانی خان به حساب کنار بیاییم و بینشینیم مشکل. من هیچ مشکل با کسی ندارم، یک تلویزیون هم نبود، اونا اونجا فقه زدن و گریستن برای یک قماندان محلی قاتل برده و غلام و مزدور امریکا جلو بادار خود کشتنش شد. با اون ما زجر دیدیم و اونا گریستن به حال از اونا و به حال کسایی که امروز بدبخت هستن و تعداد کثیری افغانستان به خدا هم انتخابات افغانستان قابل گریستن است. امی حکومت و جنگ سالار و دوزها، من پسر آقای قدیر وقتی استاد میشه زایر جان صحبت میکنه، قابل گریستن است. در افغانستان شریف جهاد که نمیدونم مبارزات، تو یک شخص میسته و یک رازق هم نبود. امی آدم که از عمری امو هم قطارانی از اونا بودن، امی سمت نگرها رو یکی سب زیر سلطه از او قرار داره، سر کس سر بلند کردن نمیده. در مناطق مرکزی امی چند تا یکی هستن، در قندار او آدم بود، در فرض کنیم در بلخ شخصی که شما میشناسین، یعنی هر محل یک قماندان داره. باز امی قماندان های بزرگ قماندان های محلی دارن. یعنی سوانیه آقای عبدالرزق هم که تحریر کرده بود به نام آقای عطسک برای ما فرستادن، دوست ما از سان فرانسکو، به خدا شما ببینین که اقدر اینا شغال. و یکی بود میگه کسبر بزرگ یک شهر، میگه با چندین کسبر تقسیم میکرد در هر جای که کسای مردم ببره، باز به مو کسبر بزرگ فرض کنین می آورد و کیسه خود خالی می ساختم دوزی که در پایان روز کرده بود داستان می کردن. و اگر کنم کیسه بر با چنگ قماندان یا فرزن پلیس می افتاد، بازمو بزرگ کیسه برا می آمد، باز آدم رشوه می داد و کیسه برا می رهانیدن. در افغانستان هم همه تو رایج است، در قندار هم تو بود و استا شما خواد دیدیم که من هیچ اینادی نه با کدام شخص معین دارم، نه با اونا کدام سمپاتی دارم، نه دشمنی دارم، نه نهایت. یک دوست ما گفت دوستی یک نفر برای وطن با خصومتی از اونا با دشمنان نشان میده. پاکستان هیچ دشمن ما نیست، دشمن ما نیست، دوست خود هستن. دوستی خود از اونا باعث شاید دشمنی ما شود، چون منفعت خود. امریکا دشمن ما نیست، منفعت خود فکر میکنه. دو راستا منفعتی از اونا با سود ما با هم در یک تضاد قرار میگیره. بنان اونای تو نیست که با افغانستان کنم خاصمت، این 49 کشور ائتلاف با ما کنم دشمنی خاصی نداره، کنم عنادی ندارن، عقده نگرفتن، صرف برای منافع خود افغانستان رفتن. افغانستان محل استراتیجیک از منابع سرشار طبیعی از اونا استفاده میکنی. دشمنی با افغان نیست، دوستی با خود است، منافع خود هم میبینن. همه تو کشورهای هم جوار با مو ترتیب صرف یک دشمن شما نداری. اگر یکی میبود خب بسیار آسان بود مقابله، هم همون طرف سوق میرفت. مگر اگر این شکل شعار داشته باشه، با او شعار دیگر تعجیز کو، دیگر از بین ببر و یک چند تا کودن خوش و خوشحالی کنن، باز شما یکمه که فکر کنین. یک کسی را شما از یخن میگیرین که او برای وطن میاندیشه و از عقل خود هیچ استفاده نمی کنین. هر چی برای شما تحلیل تفسیر مثال میتونم که فلانی دوست ما آمدن صحبت کنیم، میگه نظر ماست و امور هم احترام میکنیم. نظر تان است، مگر یک دلیل باید عقب نظر شما موجود باشه که آدم بدانه که واقعا در این قضیه قتل عبدالرزاق و یک چند تا سپاهی و عسکر ناتو در اونجا کشته شدن، اما فریاد می زدن که نه قاتل معلوم، همی مقتول، همی کسی که آمدن قتل کده جنازه از او چطور شد. یا همی جنرالی که یک نطاق اینجا بگیری بی جا و یک نطاق دوز در حقیقت که او را ما دوز میگم از این بعد، به این معنی نی که ما با او کدام اینات دارم، منافع ملی مرا پایمال کده، هموطن بدخشی مرا پولیش دزدیده، خانه از او ایران بود، در یک حالت بسیار بدی بود، افغانای دلسوز ما به یادم پول دادن 2.5 لک دلار، یک هفته یک نیم هفته
در تلویزیون مردم اعتبار کردن که برای از اون یک منزل و خانه و کاشانه اعمار کنه و پولات حالی نزدی از یادم است خرار دریشی میخره و صاحب میگه دو تا موتر بنز خریدن میره بانی کردن در اینجا یکی از امو خیش و قومی از اینا گفتن در آغاز دکتر صاحب شیرعلی مسکینیار تقریبا یک لک و پینجاه هزار دلاری از او را دزدید در جیب خود زد و آدم بسیار یک شریف انسان است بسیار چیزایی آدم این ما ایره نمیگم خو اینا رو باید چراغ پرتیم از نطفه باید یک نطاقی که یا گویندی که برای منافع افغانستان صحبت میکنه رو خود از رو باید نقد کنین که یک تیغی که خودش بسیار کند و زنگ زده است و چطور میتونین ببرین یک چیز دیگر بالا از دیگه باز گله ها بری چی است که اونجا میدوزن وقتی اینجا یک دوز نزد شما نشسته حرف میزنه و یک چند تا تازی میده و جلو از او که ای را بخو او را بخو خود درست نیست ای دیگه رسانه ها همه طور امو کلیپ مرا انداخته بودن و زار زار از ملت و از دوستی با مردم با عبدالرزاق خان چیغ میزدن و فریاد میزدن یا اگه آقای قندریگک در اونجا چاکوگک در دستش در کدام دوکان چرس خود از داده چیغ میزنه در برابر یک رسانی بین المللی خواه حقه به بده برد یا او رو باید پرتن در و اینجا دست بالا کنی ولی 10 سال در زندان میری احمق تو پیگی احمق خرم بگذار در فکر اونی سکنه ما تخیده که ویل پروانه که یلتا در محل که چاسر منخط ورک بیا در زندانون پا در سان فرانسکو که در افغانان هم در زورگویی و در بیجه دک دی و صاحب خود حیاتی برباد سوی در توران و در سر معامله که پا زندان پا کردی اونی صدا ندکندار در ندکندار کچی دی با اولی حاز ما بعضی چیزایی را که میگم برای منافع ملی افغانستان است یک قماندان یک جنرال که جنرال هم نیستن خو شما خودتان چرا واقعا یک نفر که چپن سفید پوشید و خود دکتر نمیشه اگر یک نفر شما خطاب کردین که انجینیر او مسلکش انجینیری نباشه خو انجینیر نشد شما کوشش کنین که عقلتان بسیاری مردم بسیار کودن نادان و خودم بعضی قضاوتا رو میبینم جایی که او کسی را که نقد میکنه خود ازی بسیار قابل نقد است که مغز و استعداد را که خداوند برای از اینا عطا کرده ای چه استفاده اینا نمیده به هر حال ما دیگه شد ما تشکر میکنم از امام شهری که قبل از اعلانات تلفن زدن و لطفتان نهایت بود بسیار زیاد تشکر بله سلام علیکم الو بله سلام آقای خطاب وعلیکم سلام بفرمایید ما شما تشکر میکنم چی با ما دعا بکنم ولی تو با شما ولی یعنی چکم صحبت کنم که تو شما یعنی بگویم یا تو بگویم از مردم کابل صحبت کنم از یه همشهره صحبت یعنی تشکر میکنم کاش که تو افغان و افغان هر دست هر کس میگه دست که خدا میگیره او دنیا یه همشهره خیلی بیده خیلی بیده او ای بیشتی و یکی به خاطر ای که تو یک قاری قرآن هستی و دعای تو هم تو یک صادق آدم هستی نگه که صادق امروز ما فردا منافق میشن نگم تو شما یعنی منافق خدا نکنن یک پیار دمتال هایتان دوست هایتان یار هایتان ما دوستتون داریم قربان شما تشکر بیادر گلی ما بلی سلام علیکم قایی صاحب سلام علیکم سنگی سلام علیکم که اجازه بیم ما توم در کسی و برک سوال و در شد خانمی چی در خبری وکلی پده برک ما توم یه سوال پیدا سوی وکلی پده برک در شد تا یه پیغام لرم خانم های محترم شما اینو به دری صحبت میکنی که خوب بفهمین این خانم محترم پیشتر در باره سی دی آقای چی سیرت یاداوری کدن و آخر ما هم خاندیم این میزیشنی دیش چیزه شما خانم ها دا که شما چقدر ظلم از حقوق شما چقدر پایمال است سر شما چقدر تعدی است فقط میخوای که شما واقعا یقین داریم که در اکثر خانواد زیرشان میگرده که امرای خدا در یک دعوه میباشه که کاش که ما مرد میبودیم نه یه ضرورت نیست مقام شما بسار عالی است خانم های محترم شما خاطر جمع باشین شما برین سر از امروز اگر نخاندین
نشنیدین بشنوین، اگر شنیدین بار دوم بشنوین، دو اولادایتان بشنوانن، اولی سیدی را کلی که بگیرین. بیش ضرورت نیست که شما به جامعه هزار ضرورت نداره، نمی جامعه هزار جور کده که در جمله از نا آخرین سیدی از نا مقام زن چقدر عالی چقدر بجا شما واکن. اگر بشنوین دو رکات نفل شکرانه را خواهد بخانین که خدای من خوش برداستین که شما مارم مقام زن یار مارا زن ساختین. شما اطمان یعنی میرا پراموش نکنین، چون اید زنی ما بود از وقتی امرای آقای خطاب یادآوری کنیم، این امروز خانم محترم هم از اونها یادآوری کردن. شما ایرا فراموش نکنین. اما تا ارزو دارم که اگر ای به انگلیسی ترجمه شوا اگر خطاب ازدامت میکشه و ارزو این دوست که امرای سیرت مطرح کنیم که را زارا دانا ما اینجا چاپ میکنیم در خانه خارجا و انگلیسا و سپه پوستا میندازیم، روز جمعه پیشوری مساجد و کلیسا بخیم توضیح کنیم. بسیار علی چیز سی دیز نزده تمام سی دیا 52 دانا است، میارده ارزش داره 50 دلار هیچ نیست. یک مدرسه یک جامعه کتاب خانه در خانه شما می باشه و همین تکرارن میگیم این مقام زن سیدی شما سیدی شماره 4 است، آخری است. ای را بشنوه دیگرارم تشویق و تنچیز کنین که نام بشنوه. رمی ارزوی ما بود از وقتی آقای امرای ساد چیز محترم مطرح کنیم یه به صفت اعلان تیف شده. خطاب صاحب خبر داده چه دادا در ننگی در اغما مومن صاحب بخار مالیس رسولی کدا نشید سید ما کار با آسان سید زوم مجمره ایمیل و راست و مد در دوست و اویا نفر داود رازیک در جناتکار دی ننگی پیرا پر داود رازیک پر کبر نی شد سار کبر تو او رووا چی دید کبر تو خوب اسی دید سوین بولدا کی کچه پکندا کی تولد سوی دی سوین بولدا غل دی در غلو تخت کی دیکی جی انگلیستان چو وطل ولدان پاکستانیان جی داد سوین بولدا سوی دی خلق نابوانان جی پدی اعتبار مکوی دا سوی دی غلی دی مدام جناتکار یو خاین تا دیر شو ویل دا پرون داد ما اصا پرسیدری و او ابل کلداری چی اغا دغه رینبو دا بیا د کرزي بقایاوې دي چې د کندهار فرهنګ خراب کوي. دا پوډریان دي، دا قسم مغزه نه لري د کرزي په شمول. یو اخري اعلان خې د خطاب صاحب دا کمیټې وګوره، دا ټایم بیگزین د 15 د نومبر که څه 15 نومبر دا نن راوتلی دي، پر دا اوله صفحه باندې اوه ماشومان دي بېچارهګان د یوه کور دغه د افغانستان د کسي برازیل بې ناموسه نظام بمبار کړي دي. د کور د یوه افشاد ویبشې پر دا اوله صفحه د ټایم میګزین دغه وګوري یا په تلویزیون کښې هم ښکاره کړي. ډېر ظالمانه دی، اوه کوچنیان بېچارهګان د کلتنین بې لس کلن یې شپږ کلن دوه کلن پنځه کلن څلور کلن دا میګزین مې نه لول دي. په کتابخانه کښې اعصاب یې ډېر نا ارامه کړل دی. سهار هم بیا لکه د مخ چې شي نا ارامه سولې شاید د نا ارامه یې کې په آخر کښې وایم چې د غني کرزي عبدالله بالخصوص جمعیت دغه د جمعیتو نظام دا د دوی ګردو دغه لار دی. لکه دغه چې د کسیف او درازیک دا ګرد به مري دغه به پر دې باندې هېڅ قابل د تبصیرې نه دی چې خبرې کړي، لیکن حق نه لري. یو چې تا ته لار در وښي خپل دا لار تعقیب کړي. دا لار بابا ته دېرش کالو ته ژورنالیست یې، ته استاد یې، ته مسلکي یې، هنرمندي په خپل مسلکي څوک هڅه لري چې دوی لار در شي. دغوی دکه ځوان کوي دا څراغان دې لګولي پرېږدي د تلویزیون سره که دې کومک کوي چې دغه مړي نه شي دا څراغ تا خپل بین پر ځاکړې دی ستاسو کور ودانۍ وایي. زه چې دا ستاسو صفات حق په جانب یې چې وایم په نورو بده لګېږي. اوس دوه شیان دي په دنیا کښې، یو چې ذاکر نایک دی چې هندوستان دې له ماته ورچولې ده په دغه نیازبت یو ملک کښې استاد نایک انشاءالله په هغه دغه نه موفق دی لکه ته چې، او بل ته په ژورنالیستي دنیا کښې پر افغانانو ډېر موفق یې. دې اساده ستا سره دی چې ولې هم پښتون یې هم دونی هنرمند یې هم په خپل مقام کښې موفق یې. او ذاکر نایک طبیعت یې ځینې واخیستی هغه په د هر مجلس کښې لس لس نفره مسلمانان داس په صحت بلاغات معلومات لکه ته چې لري عمر دې ډېر څه ډېر علاقه لري چې ساعتونه به ستا په باره کښې خبرې وکړي، لیکن زړه خیر نه شته. خو دغو دې کفایت کوي یا د چې زکیان است حاجت به بیان نه ایست راځي تا ډېر ښه معرفي کړي. نه یوازې دی وحشي، دا حکومت وحشي دی، غني کرزی عبدالله دا جنایتکاران وحشیان دي. دغه ټایم میزین کښې دې ولې دي انشا ستا صاحب هم دې نه ارامه کړي. او بل دغه بل دا لیست کښې در رسېدلی دی دوه سوه اویا نفره متعلمین چې ده پکات رسول دي. خو که نه زه به بیا د صدر ایمیل کوم کنې مومند کورس راستولی دي دغه چې نشر شي زما کار به اسانه شي که نه زه دا دلته مجبور یم هر نفر کښې وراستوم. ډېره مننه، ډېره مننه. بیا خانو مانته وخانو وایم محترم شما یې سي دي مقام زن د اسلام اعظم بشنوئ. زه ولېږم، ډېره مننه. دوستان عزیز، آقای کریم نوری صاحب تشریف میارن روز شنبه
از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان برنامه دریچه سخن. واقعا دوستان تعریف فراوان از برای زندگی از اینا در بخش بگیشت تولید یک پروگرام بسیار معلد و متنوع، یعنی خرسند هستن و ما هم از اخلاق و رویه و شرافتی از اونا میتونیم شهادت عرض بداریم. از رای دور به تلویزیون پیام افغان از نیویورک به لس آنجلس یعنی 5 ساعت پرواز است تشریف می آورن و یک برنامه بسیار جالب برای افغان ها باعث یک خدمت پخش می دارن. لطفا این برنامه از اونا رو سپانسر کنین و من از آقای کریم مشتاق نوری صاحب بسیار تشکر دارم. آقای زبی امانیار دوست عزیز ما از استرالیا تا تعریفات فراوان چون شناخت دارم از آقای مشتاق نوری صاحب و فامیلی از اونا برای ما بیان داشتن. بله سلام علیکم صاحب. الو سلام علیکم. و علیکم سلام. بفرمایید خطاب صاحب. راجع به می بررسی می استراتژی که نو آقای ترامپ برای آسیا کنه و دو شامل افغانستان و پاکستان هم کرد که بررسی کردن دوباره یا قسم به این نتیجه رسیده هستن که دیگر با پاکستان نمی توانن فشار یا دیگر چیزی وارد کنن که همه فشارها رو وارد کردن اما چیزی با طریق فشار وجود نامد. بالاخره یا با پاکستان تن دادن تا بتانن با خواست های پاکستان بوش بدهن که او یرم هست که می خواهد دولت طالبا بر صورت کشو در افغانستان حاکم شود. آقای ترم هم همین خوشدار از امی از اول بود که سال در افغانستان گیا و جنگ ختم شد و پای خود بکشد و این به قسمه که آقای ترم هم در سال 2019 الکشن ریاست جمهوری امریکا است تک می خواهد که برای خود یک دستاورد داشته باشد که هم در او انتخابات با رقیب خود او را پیشکش کنه که همی سال 17 سال جنگ که در افغانستان بود او را ختم کرد و در افغانستان آرامی آورد و دوباره پای خود از اونجا کشید و طالبان در اونجا حاکم شدند و او هم روی خوب بین المللی با تمام جهان می داشته باشد که این قسم شد که نقشه گذاری شده که در این خاطر امی جنرال رابطه است هم این کسی که برای کسایی که بعضی ها تریدر است و بعضی کمونستا و وطن فروشا که هستند مثل خودشان برشان پیتریت بوده که اما در حقیقت این قسم نقشه گذاری شده که باید امی طالبا امی از زندان ها خلاص شوند. حتی بعض زیر شعار هست که شاید زندانی های یک طالبا که در افغانستان هم هست از طرف آقای ترامپ برای اشرف غنی شاید بزرگترین فرصت برشان چی شود که هم زندانی های طالبا باید آزاد شوند که ما مشاهده هم خواهیم بود. و دیگه ای که خود امی آقای خلیزاد که هست ای همه چیز خودش میدانه که دیگه در افغانستان راهی صلح یکانه راهی است که با طالبا از این صلح کنه و از اونجا امریکا براش آقای ترم و آقای خودش امی آقای پیمپو برش گفتم مایک پیمپو که دیگه ما نمیخواییم در افغانستان مصرف کنیم و اساکر ما در اونجا باشه و کشته شده و ما میخواییم از اونجا خارج شویم و راهی هم با میتین امریکایی هایی که در مذاکره با طالبا تقدر هستن پیبرد و آقای خلیزاد هم به گوش آنها گفته آنها که چنان کار را هم برای هم داخته است که میخواید بازیترین فساد در افغانستان حاکم امی سلطنت طالبا حاکم شود که برای نفع جهان و امریکا خواهد بود. میخوام نظر شما را تشکرم و میگرگان بار که شما باران شدید میبینین از یک قهر بحر به یک حساب از دورهای دور و ایستا ایستا بخار بحر به ابر و ابر خود قرآن هم واضح همه خود پروسس باران و برف و اینا رو بیان داشته که با باد همراه میشه و او را حمل میکنه با غنده فرض کنیم ابر با خود میاره و میبینیم که سر کوه بحر ابر پیدا میشه و بالاخره با باران مبدل میشه در یک تضادی گرم و سرد واقع میشه آب میشه. خود سیاست هم همینطور است، از یک طرف یک چیزی میوزه ایستا ایستا میبینین یک تکوین میکنن در حال یک جوش میشه و میاد باز نتیجه شادم میبینه. در سیاست در همین مسئله طالب بگویم یا مخالف حکومت اونا مانده نمیشن تا جایی که من همین داستان میبینم باید یک شخص آفاقی و بیطرف و منطقی برای منافع افغانستان میبینم که در اونجا طالب به میلیون به صدها هزار آدم میگه داوطلب هستن که به جنگ برن و طالب میگه که ما عمل فعلا شما رو ضرورت نداریم و بیشتر به ما قوت و به ما علاقه میگه میان.
و عسکری امریکا از همسایه خود میترسن. یکی داستان میکرد دو روز از افغانستان، از خود درون سفارت اونا آمده بودن، داخل امو روحیات اونا رو میشناسه، با اونا هم کار بودن و ما تلفن میزدن داستان کردن. بسیار جالب بود، میگه به حد اینا در تحت یک واهمه و فشار قرار دارن که حتی شب خوابای از اینا میپره که حال بم میفته. برای اینکه امریکایی با یک میشن میره برای یک ماموریت، برای یک کار، مثل که یک مامور شما به یک جای بفرستین. در امریکا جنگ نیست، یک امریکایی وقتی عسکر میشه و به فکر خیالش هم نمیگرده، او صرف برای این میره که از مزایای عسکری اونا یا نظامی بهره مند شون. مگر این را اگه به عراق میفرسته به یک صحنه جنگ و یک توپوگرافی که اونا هیچ در اونجا بلد نیستن، با یک کشوری که با کلچر و زبانشان عادت ندارن، با کلی همه چیزا برشان بیگانه است و در ضمن عقایده از اینا یا هیچ نمیدانن که با کی جنگ میکنه، چرا جنگ میکنه. به اول لحاظ همه خود انسنتیوی از جا بسیار ضعیف است و بسیار میگن آرام هستن. 1005 امریکایی 2-3 تنی از او تحت ماینه و دکتر و اینا قرار داره، روحیه و روانی از اونا بسیار به هم خورده. جنگ افغانستان بسیار یک بار کلان برای امریکا است، این رو باید یک طرفه بسازن اینا. و حتی همی خود ترامپ میگن اینا میخواه که قطعه برنده رو برای پسانا نگاه کنه که در انتخابات بکشه که ما از افغانستان برآمدیم. این داستانا رو من میشنوم و حیات امی قماندان و جنرال منلال اینا با پایان میرسه، یارو میگه لطور اعلامیت میگه بکشه نشانه. وقتی اینا برن قیدی هم استثمار و استکبار و اشغال همه تو بود، همه تو که جنرال های دوران جنگ پرچم و خلق سبی الا دادن. متاسفانه ما چون در جنگ های داخلی با هم در رقابت احزاب قرار داشت، هر یکی یکی را کش کرد زیر بال خود، از او استفاده نمید. مگر اگر واقعا همه طور می بود، مجاهدین هم دست می بودن، کلی همین جنرال ها را باید خلی سلام می کردن و سب به دادگاه عدالت می فرستادن، بالای از یه حکم اعدام صادر می شود. مگر اونا را آوردن وزیر داخله شد در این مقام فعلا در حکومت حامد کرزی، آقای نورالله کیولومی صاحب بود و دیگه، یا آقای عتمر. شما با چی به گمان یک شخص نمیگشت که عتمر یک روز یک پرچمی یک حادیست می قرارداد با امریکا امضا می دار. هیچ به خواب خیال یک نفر شاید هیچ نمیگشت، باید واجب القتل بود توسط مجاهدی. یا فرزند جبار قهرمان که خود رتبه یا لقب قهرمانی رو یک پرچمی چون نجیب برای از او اعتام میکنه باعث یک خوش خدمتی در برابر مجاهدین، امروز در هامبورگ فاتحه از رو گرفتن. پری روز دم تلویزیون ما اعلان شد، بتم اعلان کنیم چون همی عقیده هم مردم هست، با رازق رو یک جای یک پیچاندن و سب. چون اینا دوست جمعیتی ها بودن و باید فاتحه از اینا گرفته شد. این ما حقایق برتان بیان می دارم دوستان عزیز، کسی اگر آزرده میشه شه او اخوای از اونا یا حبی با اونا داره، ما معذرت می خواهیم. ما ولی مجبور هستم، ما متفاوت هستم از دیگرایی که می گیرین قد قد و باز طرف میره خنده میکنه و پایکای شراب. ما از اون نیستم، ما وقت برتان میگم. برای ما رازق حیثیت هیچ چیز هم نداره. برای ما یک قماندان که در مزار است، در جلال آباد است، برای از اینا میتپه میدوه در برابر منافع ملی افغانستان در یک اشغال نوکری میکنه، مساوی است. یه عقیده ما است، خدا کنه شما برین اون وطنتان در دامان هر کشور میاندازید. مگر یک چیز بگویم که شما وطن فروشا در برابر پول ناموستان فروختین. اگر اینا پول رو نمیداشتن و شما را آزاد نمیگذاشتن، حمایه نمیکردن، یکی تان با این نماز دوری نمیکردی. شما بسیار بوت شما پول امریکایی شده، همین سجده میکنین با این. بله سلام علیکم برادر محترم، خدا سر سلام علیکم. وعلیکم سلام و رحمت الله، بفرمایید. زنده باشی. میگوانی میکنی خطاب سر بیبینی که هر کس همو نتیجه کار خود به صلاح چیزی را که کشت میکنه تراو میکنه. از همین همشیرین من بسیار تشکر میکنم که امروز تلفن کرده بودن. خداوند برای شما عزت داده و شما شخصیت داری و خداوند همیشه عزت شما را از فامیلتان خداوند بیشتر بگردانه، هم در دنیا و هم در آخرت. تشکر لالای بودن. و شما دیدین که
یه خجالت از برازی کرموش خاکستری که در پشت تلویزیون کرموش واره کده های نکای خود یک زار بخوره از او کده که برای یک جنایتکاری گریان میکنه و این چاپلوسی ها مردم افغانستان تباه کرده و این چاپلوسی ها به جای هم نمیرسه ایره مطمئن باشه و همی خجالتش در دنیا و آخرت باز برازی میمانه. خطاب صاحب یک دگروال قوای هوایی قوای نظامی امریکا که از قوای هواییش به نام ویلیام استوری یک مضمون نوشته کرده در اشیا تایمز. خود از وال متقاعد است اما در پالوی از اینکه دگروال قوای نظامی بود یا همچنان پروفیسر تاریخ است. بازو خود از او در اونجا ادعا کرده نوشته کرده که امریکایی ها از کشتن و خونریزی عزم میبرند و کسی را انتخاب میکنن که وا برشان جنگ وعده کنه و اصرار به جنگ کنه همون کس انتخاب میکنن، چنانچه ما دیدیم که بوش انتخاب کردن، ترامپ انتخاب کردن و ای سگای دیگر انتخاب کردن. و همچنان او دمو نگاشته که امریکا در جنگ عراق، در جنگ ویتنام و در جنگ افغانستان شکست خورده، یعنی در همه او جنگ دوم جهانی که بود و خود جنگ جهانی بود که متحدین داشتن، اما جنگایی را که امریکا تنها رفته در جایی کرده مثل افغانستان، مثل ویتنام، مثل عراق، او خودش گفته که امریکا شکست خورده. خود یک دگروال قوای نظامی امریکا خودش میگه که امریکا شکست خورده، هم در عراق هم در افغانستان شکست خورده. و اما در داخل خود امریکا گفته ما موفق هستیم در سر مملکت ما که مملکت نفتارست ما از خود دفاع کردن میتونیم. و می راکتایی را که گفته که قوای نظامی را ادام میکنه یا حکومت امریکایی را ادام میکنه که موشکای هوشیار هستن و هدف خود یا بسیار دقیق چی میکنه، گفته همه یه از این غلط است. در طول قدر سالایی که اقلا نمی 20 سال گذشته را که امریکا جنگ کرده اکثر از این راکتا خورده در مناطق مسکونی و مردم بیچاره را از بین برده و این گفته که از مردم امریکا خواهش کرده که شما بخیزید مقابل از این جنگ ها. چرا گفته بخیزید؟ حالا شما ببینید روسیه و چین برای مصارف نظامی خود 47 میلیارد در کدامشان مصرف دارند سالانه، امریکا 650 میلیارد مصرف نظامی شه. سنال در هر جایی که پول در اونجا باشه بازمی مفتخور و پرازیت و دوز و کلگی در اونجا. و این گفته که همین خود قوای نظامی این که سفتیش نمی کنه که چقدر مصرف می کنه و هر چقدر در هر جایی که جنگ باشه یا می تانن که خوبتر دوزی کنن، چنانچه که ما شما در افغانستان دیدیم یک موضوع از این در مجلس سنا راجع کردن که یک دانه پیاله کافی را برای عسکر یک دانه را خطاب سد در 5000 دلار یا فرمایش دادن خریدن یک دانه شد که اینا چقدر یا چی شده بازی را، چون خودمون سناتورا و یا بسیارشان دمی دوزی داخل هستن به قسم ای را دیر کردن و از او پیگرد قانونی نمی کنن. افغانستان برازی ها مثل گوه شیری وارست و سر خون مردم یا تجارت میکنن. شما ببینید که دگروال امریکایی اینقدر به مردم ما دلسوزی داره میگه که دیگه انسان کشی را بس کنین، بیای نزیبات قوای نظامی باید کنترل شه و مصرفش دیگهش که در کجا چقدر دوزی میشه دگه میشه دگه میشه، همه گیشان مورد بازپرس قانونی قرار بگیرن. اما افغانای ما و شما همه قدر شعور ندارن، همه قدر احساس ندارن، همه قدر بیتلخه هستن که برای مردم خود دلسوزی ندادن. سلام علیکم و رحمت و علیکم سلام. این دوست ما که ما گفتم تلفن زد ازم درون معلومات که ولی من اونجا شاهد بودم که یک چیز در امریکای ها آرده فرمایش می دادن و پول از او گرفت، یعنی جایی که فرض کنیم تخصیصی ده یعنی ضرورت یعنی اگه عدد ده را داشته باشه اونجا از صد فرض کنیم ده برابر بیشتر تخصیصی می گیرن، پول را در جیب خود می زنن، اما ضرورتی که در اونجا قرار است باید مرفوع شوه یک عدد ده است، فرض کنیم ده موتر ضرورت است از صد موتر تخصیصی میگیرن که ضرورت است و درست. یه امریکایی بیچارم و قلم دادستش نشته میکنه میگه خب اعتبار است چی کنیم، حالی کجا بریم تفتیش کنیم، در یک کشوری که هیچ مسئولیت نیست کدام بم نپره کدام طالب مرا نکشه، در خود وزارت دفاع همیتور مکاتب خیالی سد وزارت معارف همیتور پس کنیم جایی که یک مکتب تخصیصی میگیره و هیچ مکتب وجود نداشت داره اونجا،
این را خب باز بگذارین که به یک شب خورد و برد شود در امون تخصیصی مکتب. هیچ مکتب موجود نبود تخصیصی گرفته میشه. معلم شاگرد هیچ در منطقه وجود نداشت. دیگه چیزا در افغانستان واقعا اگر پول و یک عامل دوزی نمی بود و برای که اگر پول زیاد باشه و حکومت ضعیف باشه و تطبیق قوانین حاکمیت قانون مثل که در افغانستان به صفر تقرب کرده همه ازی باعث فساد میشه. فساد خود از درون تولید میشه. جنایاتی که صورت میگیره، تعرضات جنسی که صورت گرفته، بچه بازی ها سب با خدا به حد من نفرت دارم که هیچ حتی میوتوب یک کیشه اگه شما تماشا کنین امو موضوع آمده میرسه به هزارها تا ازو با خدا او روز عشق دمخانی ما فامیل ما گیریستیم همه ما. یعنی زار زار برای حال افغانستان آدم باید بگیری، نه برای یک قماندانی که چیخ زده که والا پاکستان بد و دروغین. دوست ما بشارم خوب گفت که ایرا خوب باید ستر جنرال اینجا ظلمه وردک صاحب به خدا بیامرزه و در منزلشان کسی در آمد. جنرال صاحب از محل ما از لاس انجلس رفته بودن، یعنی هفت توپ فایر شد و صاحب همو تشریفات نظامی بود بالا یک تانک را جنازه از او را حمل کردن و صاحب به خاک سپردن که او یک گچکارام نبود را قدر حکومت صرف باعث با عنوان جنرال او را با مراسم دفن کردن. ویستر جنرال را بردن صاحب اگل اتوار دفن کردن صاحب چند تا گل در سر بنداز باز یک چند تا لوچک چون اتای نور رو که اللهی مالای این میارفتن صاحب عزاداری کردن. نمیدانم والا. بله سلام علیکم. سلام علیکم خطاب صاحب. سنگ مومن صاحب جور پا خیر خیر خیر. جور و ستاش سنگ است. خیر و خیر. خطاب صاحب امی سلام خدا با شما و بخواران و برادران خود تقدیم میکنم. در این 14 الله و سبحانه و تعالی همه ما افغانا را قلبیل کدک. دانای کوچک پچل پچل و امی اینا پایین افتادن. اما دانای بزرگ مثل مانند شما واره هنوزم الحمدلله در بالای قلبیل مقاومت میکنه که قایق میگه و شما یکی از مدانه های بزرگ با ایمان میباشین و مجاهدین در سنگرها برای شما دعا میکنه. خطاب صاحب امی الله و سبحانه و تعالی ما انسان ها را در شروع امی سوره بقره به دو دسته تقسیم کرده. اولش مفلحون است که امی رستگاران و دومش کافرین منافقین لاتی و این امی هم جزبازا میباشد. و همچنان در آیه تومش می فرماید خدا بر دل و گوشهای آنان مهر نهاده و بر چشمای ایشان پرده ای افکنده شده و عذاب بزرگ در انتظارشان است. استک اینا دیگه این مردم هایی که با شما بعد اینا گوش ندارن چشم ندارن اینا کلگیشان چشما و گوش هایی اینا بسته استک. و خطاب صاحب همین طبق یه خبر موثق اولا از آزاد خواهان مقاومت ملی مجاهدین طالبان ما تشکری میکنم و آفرین برشان میگویم که جلوگری از پلان کشتار قتل عام مردم مظلوم ما که پلان شده بود یعنی انتخابات فرمایشی و تقلبی استخبارات سیایی که یک دسیسه و توطئه بود که انتخابات خاص به خاطر امی کشتار افغان توسط افغان کمی ارزان قیمت پلان شده بود و همه می دانند که اکثریت خاک ما آزاد است و تنها در چند شهر بزرگ انتخابات فرمایشی تروریست های وحشی در زیر سلطه یهودی انتخابات مشروع نیست که فقط تنها در چند شهر ما انتخابات کنیم و بازم آفرین به طالبان ما. و همچنان خطاب صاحب امی ماه اکتبر ماه پربرکت غلام بچه کشی بودن یعنی ماه حلقه کشی رافیز کشی منافقین کشی و و و بود که چندین خائن ملی تخمای گنده و پچک ماشخوران استعمار هم تو تق تق اینا مردار شدن. اما متاسفانه فاحشه های مطبوعاتی که بدتر از فاحشه های سیاسی می باشن این خائنین ملی را قهرمان برای ما برای مردم ما اینا معرفی کردن و از همه
بدترش خطاب صاحب در این مسجدهای ضرار منافقین فاسقین فاتح خوانی کردن. اگر هم وطنان ما نام جنایتکاران رازق و اینا را در گوگل کنن، دوسیه های جرائم جنایات آدمکشی و قتل زج و شکنجه پر هستن و همچنان هم وطنان ما میدانن که اکثریت خطاب صاحب اکثریت مسجدها توسط دولت امریکا کنترل تمویل می شود و این ملاهای اجیر اکثریتشان جاسوس و مشهور صلیبی و صلیبی هستند و عقب از اینا عقب از این فاسقین نماز مسلمان های ما نمیشه. و قهرمان ملی کیستک؟ قهرمان ملی ما جدم وزیر اکبر خان غازی، ملاله میوندی و حالا استشهادی های طالبان هستند که برای رضایت الله و سبحانه و تعالی با جانای شیرینشان با خون سرخشان درخت های سبز آزادی استقلال وطن ما را آب میدن تا این درخت ها خشک نشود. اما این غلام بچه های لاتی و جیره خوران استعمار که در زیر رکاب اشغالگران سکدوی و ناموس فروشی و دین فروشی میکنن، اینا خائنین ملی، اینا مرده های قرن 21 میباشن که اینا باید مرده هایشان سوختانده شدن. الله و سبحانه و تعالی ما این دیگه خطاب سر وقتتان زیاد نگیرم، فقط یک چیز میگم. این طالبای ما فقط میگن که امریکا زمان خروج عاجل و فوری خود را با ضمانت روس و چین، اتحادیه اروپا و اتحادیه کشورهای اسلامی و شمول ملل متحد اینا اعلان کنن. بعد از او اینا تنها یعنی طالبان تنها با امریکایی ها مذاکره میکنن. بله و بعد از او افغانای ما خود ما مطابق به قرآن سنت ما میشینیم. بله موضوعات داخلی خود ما و هیچ کشوری خارجی را ما اجازه نمیدیم. بله او را شنیدیم سبا او را گفت خود مجاید. بله سلام علیکم. سلام علیکم خطاب صاحب. و علیکم سلام ابراهیمی صاحب. سنگه جور پخیر خپل سلامونه تاسو ته اوانان ته ورنکم. اول خود در تا پوخ که ما چه ولیده دمره در صداقت و مومنوال تا که ما ولیده چه باور رو که ما بوخی تا تا چه قربان سماعتی ما رو اتازون پاک در طور صادق سره ورور می خدایده همیشه هم دست کامیاب لره. دوام اگه خبر اوی فارسی که وی چینی که صدا می کند خود صفت خیش صدا می کند. در بعض دوستان چه تلفون کردی پرون دیر کنش موقع چه خبری واقعم نشو در دوست دوست اوید چه خطاب شد تو در امریکا زندگی میکنی تو چطور تگفا میدنی در معنای در چه در خلق در خدشی میدی اقلی فروخته شده که حتی یا بغیر از غلامی و مزدوری و وطن فروشی دیگه از خود نه استقلال دارن نه غیرت دارن. آدم به خاطر وطن به خاطر ایمان خود اگر سرش هم بره باید احساس شود. شما چرا قیمانتون خراب شده؟ چرا قدر بی‌غیرت شدین که اگر از یک کسی میدرسین باید گفت نزنین باید چاپلوسی کنین از خاطر پول از خاطر مقام؟ این موقتی سی چیزا با خدا اینه بستان بگویم امیان شما من همه تو حکم میزنم و خطاب شما از شما یک دفتر هم میخواییم امریکای ها از افغانستان خب معلوم است که دیگه به تنگ آمده و که طالب ها امی پیشنهان هم من صد درصد میگم کرده که ما امی کل دوزار رو به دستت میتیم امی کل پیش هایی که چی کنه در دنیا که ما شما به دستت میدیم ولی از خدا دیگه که ما جنگ نکنیم و نتیجه شما انشان رو دمید بسیار زود میبینیم که نه فامیل کرده میمونه نه دیگر دوزایی شمال و جنوب کازی کار کساز. بچه ها تشکر خدا بله مهربان است. اول خود اینجا بالا سشتیم در امریکا گپ میزنیم در اینجا گپ زده میتونیم. او خدا انصاف بیتید او جاهلی خدا ناترس و در افغانستان خود گپ زده نمیتونیم کل افتفنگ است و صاحب کارتوس است و زدن و کندن است. امی آقای فیاض بچه ها دلخواه ما بودن در زمری امی گویندگان کسایی که مصاحبه میکنن سوالای مقبول و با پرنسیپ یک شخص هستن. امورا گرفتن و صاحب نزدیک بود تیرباران کنن و در زیرخانه هم گم بود برای ما تلفن میکرد که ما چطور امریکا بیم با وساطت یک همشیریشان در نیویورک. من تا ایران ماندم گیره چطور بکشیم از اونجا و از اینجا اما در تهدید مرگ بالای از اون شده بود. در اونجا شما صحبت کردن نمیتوانیم.
با مو یک حد معین سانسور از دیگه است، مطبوعات مطبوعات آزاد نیست. در اینجا ما میتونم حرف بزنم، بالا سر کشتیم، درمون بهترین جای است اینجا. اینجا شما رو متشویق میکنم، آزادی بیان دارین تا که چیز را مخالفت علنی نکنین از قواعد و قوانین. این قانون برای شما اجازه میده. اونجا قانون هست، مگر تطبیق قوانین هیچ وجود نداره. یک کشور کرایم و جنایت و بدبختی است. هر کسی همین مفکوری رو که ما از دهنی همین بوزی چینی شنیدم، همین بزرگ که گریان میکد برای رازق، یه دوز خانه های بدخشانی ها، یادم برای ما اونجا میگه که مهد دموکراسی صاحب اینجا خود صاحب، یادم یه حرفا رو میزن. یه قدری جاهل هست که در مهد دموکراسی شما باید حرف بزنین، در مهد دیکتاتوری خود آدم حرف زده نمیتونه. و بیچاره چون بیسواد است، گفته مرحوم هاشمیان صاحب که هیچ نه مکتب تمام کرده و نمو یک جزبند میگه میزد و خلاص، دیگه هیچ کمال دیگه قطعا نداره جز دوزی و دروغ. او آدم صاحب مهد دموکراسی آدم یه حرفا رو میزنه، باز یک چند تا لوچکان پالیچ که آوالا صاحب ایره امریکا باید نمیدانم ببره و زندان کنه و بکشه و دستی ها چاپرد. مثل که همو در افغانستان همی گروپ سرکار بودن و یک بچه غریب پرتی نشسته، یا خواهدت کردن به همی جهالت و دیکتاتوری و بی بازخواستی. اینجا خب حکومت کشور بازخواست است. خودت که عقل نداری و سواد نداری، انگلیسی را خوانده نمیتانی و نمیدانی جز یک چند تا لغت، در همینجا باید شما حرف بزنی، در همینجا شما صحبت کنی. چی هست بگوین، واقعیت ها رو بیان بدارین. اول از خود شروع کنین، پاکاری کو برادر گلی ما، باز بعد از او برو بالای حکومت افغانستان انتخاب. خودت که از کسافت از دوزی پر هستی برادر، حرف هم زده نمیتونی و سواد هم نداری. دیگه باز شما چطور میرین بالای ظالمینی که بالای ملت مظلوم افغانستان پول از اونا رو میخوره و ایرانگری میکنن، دروغ میگن، چون خود دوز هم هستی دروغگوم، دیگه چطور میتونی؟ ما یعنی هست قاسم انام فلانی جاسوس هست اینجا برای ما دمی بپه و برادر خودت چند تا کلمه شعر و ادبیات و اینا رو می داری برادر، وقت هم بینویست با ادبیات بسیار با منطق دیگه. دیگه زمری عظمی کسایی که اطراف می داد و چک می زنه و دندان می کنن نباش، این چی معنی رو می ده؟ والا فلانی جاسوس هست، خودت چی خبر داری که خودت جاسوس؟ باز همین کلمه جاسوس به او کسایی که بسیار میفهمن، با خدا همه امریکا خودت جاسوس هم نمیگو، مارا میدانه که خودت اهلیت جاسوسی رو هم نداری. فلانی جاسوس هست، من ایران میمانم دیگار خود گم کن، من نمیدانم مگر این آدم من میشناستم، یک توقع برازی داشتم. فلانی طالب هست، خود که بود چی نقص دار؟ و خودت طرف داری یک کسی هستی چی باکی دار؟ هر کس انسان مفکوره های هر کس متفاوت است در روی کره زمین، هیچ کس چهره هایشان 100% با هم همگون نیستند، باورهایشان نیستند. اون منطقه بسیار ابتدایی را یک نفر وقتی نداند دیگه ما او حرفای زور چی اعتبار کن؟ در ایران ما برای امیان میمارم. بله سلام علیکم. بله سلام رحمت الله و برکاته. آقای حکیمی صاحب سلام علیکم، چه حال دارید؟ سلام خدمت شما بینندگان محترم. بله بله خطاب سای محترم، شما به راجع به قاسم انام عرف زدید، اینا اول در دین ما، در پیغمبر ما، در خدا هم چلو شانوه اینا تعرض کردن، بعدم به شما یک شخص مبارک. نه برای من نگفت چیزی بیچاره. نه یک برادر بزرگوار ماستین، ما دوستتان داریم، تمام ملت دوست داره، یک شخص مبارک هستین، بر شما تعرض کرد. شما در برنامه تیمورشاه حسن شما را خائن معرفی کرد و تیمورشاه حسن قاسم انام را حرفاش را تایید کرد و کارش را بداد. همین است که کجا بزرگ قاضی بیوشدان و امان بلغم که دوست نزدیک تیمورشاه حسن می باشد در لین آمد و شما را فراموش کرد. خیره 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 برادر بزرگوار، بازی میگه که من عبدالرازق یک دونه کلا داده با کلا رم در ایکی در فیسبوک مانده. شما را شما مثل شما یک شخص ملی را یک شخص وطن دوست که من خودت را گفتی که من فامیلت هم میشناسم، قربان شما با فامیلت زندگی کردیم. شما با طالب چی کار دارید؟ نه هیچ کار دارید.
برادر محترم، مردم اصلا مردم ما شما نه مطالعه داره نه درس میخونه نه کلا چند کتابی رو مطالعه میکنم ایشه. مثل قاسم انام یک شعله‌ای مثل دیگه شعله‌اش تیمورشاه اصلا همان بلغم کمونیست شما رو خواهیم معرفی نکره به ملت. چرا؟ شما گریه میکنین بر ملت، ناله میکنین به خاطر که چی مجبوریت دارید؟ یا من چی مجبوریت دارم بیاد الان ایجاد در مردم دفاع کنم، از ملت خود دفاع کنم؟ برادر محترم ما را اگر وقت بده، اگر کسی که افغانستان را سرزمین تیوری دسیسه توصیف میکند مبالغه نکرده است. از مادر بمها گرفته یک حمله طالبانی وحشی 90 کشته 170 تن زخمی بر جا گذاشت در ننگرهان 9/12/2018. حجومی که امروز باید سر برنامه امروز بالای امروز چی میگذره بالای مردم و بالای ازی باید صحبت کنیم. کلی که من مشکای کونه رو باز میکنه میاد برنامه از عرف میدونه که اصلا یک منطق نداره مثل امان بلغم. و برادر حجوم کرایی برادران ناراضی مسئله امروز با ولسوالی مالستان بیش از ده تن از ولسوالی از سوی طالبان به قتل رسید. صدها خانواده مجبور شد که منطقه را ترک کنند. فاجعه امروز تعدادش شهیدای ارزگان خاص و 86 تن رسید. هر روز تعداد شهدای حسینی از 200 تا 300 تن گذشت. غنی بابا اقدام میکرد مثل غزنی. حالا ارزگان در آتش نیروهای مسلح این مسئول یعنی برادرانی ناراضی غنی بابا هم میسوزد. غنی بابا اطلاع نمیرس از وقتی که برادرانی ناراضی صدها نفر را کشت و خانه و مزایرشان را آتش زد او خبر میشود و البته کاری نمیکند. از سقوط غزنی به دست طالبان 3 روز بعد خبر شد و رزگان دورتر است. بله. احتمالا یک هفته بعد خبر میشود. لالای گل من آخر پروگرام هستیم. پروردگارا تا چی وقت ما چی هست؟ خود ببین گناه مردم ما چی هست؟ هر روز فاجعه تازه و ایرانی تازه. چرا باید قیمت سیاستهای کثیف را مردم بیگناه ما بپردازد؟ امریکا و ناتو غنی یک لسوار نمیتواند ملت را فریب داد. اگر انسان وجدان داشته باشد باید رنج این ملت در رنج بله بس واست رنج ملت تو رنج ملت باز ملت میدوزده خانیشان که ویران میشه پولاش از جیبش میندازه. میگه پیش ماست نمیتون. مو یک دیروز یک دوستی مو بشار جالب یک داستان که در مورد می آدم گفت آزارش نتین خوب خنده خوری وی خوره. گفتیم چطور؟ میگه یک روبا در مرغانچی یک زن بیوی بدبخت داخل شده بود. یک پنج مرغ داشت که هم تخمای از او برای اولادای از او یتیم از او قوتولایموت می شود. یک روبای بدبخت ظالم میگه از این طریق او بوریست یا موری در آمد و سب در مرغانچه های مرغکار گد ود ساخت و بعضش کشت و بعضش با خود برد و خورد. صبح که می برای سب خانم بیوه بسیار دیگه تو شد که نزدیک بود زوف کنه و اولادام گرسنه و یا تصمیم گرفتن که این روبا حتما فردا باز میه. بازی این روبا میگه فردا باز آمد. این بار برای از او تصمیم گرفته و ایره گیر کردن در مرغانچه میگه همیه. ار اشتوک میامد و صاحب یک چوب میگه او رو تیله میکد که روبا رو زجر بده. باز روبا میگه دندانای خود پخ میکد. باز زن بیوه دلش سوخ گفت که خنده ای چه خوره اینو وی خوره. باز از دومش گرفت ایلایش دادن. میگه یادم نبیل غمگینم میگه دیگه آزار نتین یمو روبایی که با خنده خوری وی خوره دیگه پیش ماست نمیتونم دیگه بیادر دیگه آزارش نتین بانینم و دوز دارایی های افغانستان و باز میگه دفاع دیگه باید نکنه و رو باوری گم کنه خود ریشک نزنه برای هر کس. یه حرفا رو زدم. به هر حال دوستان عزیز لینای ما مشغول هست. ما یک پنج لینای ما مشغول هست. دمی لینای ما همه تو هر یکی لطف میکنه تلفن میزنه لطفا یک دقیقه. بله سلام علیکم. الو بله سلام علیکم. سلام علیکم دوست. سلام. چال داری؟ تیموشا جان. یالا اوت سب ساش ما خوب شالا. واره میگه کی خائن ملی گفته بود خودت سر شور دادی. او بعد اخر کار اول خب ما شما شناختی که دارم میرم در مجالس دیگه هم گفتیم که شما یک آدم ملی هستی. یک آدم که شما همون واقعیت های جامعه را میگین آدم هستین که راست هستین و چیزی که راست از شما بیان میکنین. ما هیچ وقت سر این موضوع مخالفت نداشتیم و به میخواد را مردم شما را شدیدن دوست داره که
جمهور امریکا با ما دارد. این می آدم مکینک یکی از قهرمانای خودشان دموکرات ریپابلیکن ولی دموکرات ریپابلیکن ایره می گفت یک قهرمان جنگ ویتنام است، ولی نمی دانو ترامپ گفت که نمی پیش من قهرمان نیست، یک آدمی که در جنگ تسلیم شد و باید بسیر شد و پیش من قهرمان نیست، ولی هیچ کس نخیست دوره نخواهی نمی لی گفت نکست هیچ کس دعوا کرد و نظر شیطرام داشتن، ولی با تاسف افغانای ما فقط می خوانم نظر خود تعمیل کنن سر هر کس و اجازه نمی تن دیگر کسا که صحبت کنن. ما اول بر شما بایم که قاسم انا هیچ وقت نمی بیاده بیده نکرده که شما را بگوید نگر بگویم حق داره صاحب نه گفت صاحب اگر می گفت من می گفتم اشکه نگفت، ولی نظر خود داد راجع به اون موضوع و در پروگرام خود شما را خود نخواسته تبین نکردن نه من همون خاطر دلم سوخت در زمره قدر یعنی حرفایی که من در فیسبوک هم یعنی یک 200 کامنت آمد ما صرف اونا را مخاطب قرار دادم که اگر کوشش کنن که با همون فراست و دانشی که اینا دارن ادبیات مطالعه کردن اشعار میسرن یگان بار ما میگم به او شخصیتی از اول لازم نیست که همه تو حرفای که فلانی جاسوس است فلانی طالب است فلانی نمیدونم خر است فلانی پشک است یا از که من چی ندارم، ولی قاسم انا ما یک آدم آگاه فهمیده پر مطالعه است، آدم است که ای که عقاید مذهبی سیاسی با ما هیچ بله 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 این موضوع شخصی مردم است، ولی همی آقای کامت در این درآمد همی آقای کیوان این شما خودتان در برنامه هایتان میبینید که صحبت های ازی با صحبت های شما با همیشه شما را سپورت میکنن، هیچ وقت با شما تبین نکنن، ولی هم به اون لحاظ هم نیست که چون سپورت میکنن مکیوان ما دیدم سرش یک صاف دل آدم هست امور میگم که نظر خلاف نداره، اما وقت چیزی که در دلش هست میگه آدم خائن نیست، آدم دوز نیست، زن نیست، یک آدم است که در کار بار خودش این که نظرش چیستی که عقیدش چیستی به ما هیچ ارتباط نداره، ولی اگر آدم وطن دوست است وطن خود دوست داره اشغال نمیپذیره مبارزه میکنه کتیش و همه در شما و همه کسای دیگه ما هم شما تقدیر میکنم که شما از اشغال یعنی برخلاف اشغال هستین، برخلاف کسایی هستین که زیر اشغال زانو زده و نان و پول و پیسه اشغال میگیره، ما که دیدم بسیار موافق هستم، ولی خب افغان ها هم حق نظر خود دارن، هر کس دارن، ولی کسی دیگر هم اجازه بدن که نظر خود بده بدون از اینکه تبیین کنن و این شیطانت و منافقت و دروغ گفتن از سر خود بندازن و نخواهند که ما یک شناخت کافی داریم. برای این برادرم میگم که من 5 سال که خطاب صاحب کار کردیم من شناخت کافی از شخصیت ازی و خانوادهش دارم و اینا من میشناسن، ما در رادیوی افغانستان با هم بودیم، همین دروغ گفتن و من اساسا دیروز هیچ برنامه نداشتم، من هیچ در برنامه خود نبودم، برنامه پیشتر من که آقای نور بود من هیچ برنامه نداشتم دیروز، ولی خیلی دروغ گفتن و تهمت بستن و مردم از اینیت بیشتر بعض چیزای خرد و ریزار اغماز کنیم من به خاطر اسمی که بسیاری همی آنت دارن خطاب سبی نمو تو از این برنامه دو برنامه زنگ بدن دروغ چتیات بر علیه یک کسی تعوین کردن نامگذاری سر یک انسان برابر پدرش هم مردارم یه آقای کیوان ما مثلا آقای قاسم انام یک آدم فامیده یک آدم از که شعر و مولانا هر چیز که از اون مسلکش از رایش از یک دکلماتور خوبه همو به شما احترام دارد دوستتان دارد، ولی همین دروغ گفتن و مره میگه که تیموش سر خودش فرد داد اون مرم گفته نگار من میگه کلگک میزدیم سرم شور نی کلگک میگه میزدیم اون خاطر بر زمین دوستان و دمی هم بیون کمی شیطانت و منافقت خیره 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 تشکر لالای گل آقا خوبه خوبه اتحاد و اتفاق صاحب برای افغان اتحاد و اتفاق بگوین توهین است، اگر اتحادم کنه مثل وحدت ملی یک حکومت غیر متجانسه که خون یک دیگر تشنه است عبدالله هر صبح که میخیزه که خون می اشرف غنی را بخوره و اشرف غنی که یک پندکی غم پالویش میدانم برده بود که عبدالله چی بدبختیست ما حکومت نصف کردیم، یعنی یکی دیگر همه طور تشنه خون یک دیگر هستن مگر عنوان وحدت ملی است. او را جنکری بعد بخت آمد صاحب یادم را کلا به کلا کرد مثل که یک دوتا گربه را میگه که اگر میخواستین جزا بتین در خریطه پرتین یک چند سوته بزنین و یکی دیگه خودم میگه پرت و پوست میکن آلی هم همه طور کردن امی وضعیت افغانستان در مطبعات هم همه طور است. شما هر وقتی که یک نفر فحش داد دوره تشکری کن ما هیچ فراموش نمیکنم یک وقت تازه آمده بودم امریکا دمی کارهای ابتدایی که مسئله از اوقی شب و روز پیدا کنیم 40 سال قبل در یک محل دیدم که یک آدم آمد و یک ایندو با امرای ما استاد بود و گپ میزدیم صحبت و از هندوستان و دیگه بسیار عالم آدم بود چند ماستری داشت و دیگه
یک نفر فحش و ناسزا برش داد که چرا اینجا استاد هستی اینجا پاسشو اینجا رو ما جارو میکنم یا چطور. ای برش گفت thank you sir, I appreciate it. گفتم چرا برای ازید چی کدی؟ گفت ولی اگه اندفعه خواهم و جهالت مردم هم باید ما شما احترام کنیم و امو اخلاق و شرافتی از امو تربیه از امو بود و امو رو ما احترام کردم. ما ضرور نیست که یک آدم محترم هر وقت احترام کنم. یک جاهل هم احترام. در دین اسلام هم اونطوره. شما در برابر یک جاهل قرار میگیرین یک سلام باز سکوت برین. و او آدم حتی سکوت هم بالا رفت تشکر کرده. و هم ایران ماند که من دو میزنم این تشکری میکنم. دیگه یک بار شما وقتی یک آدم عجزه بدبختی که دو میزنه یا چیغ میزنه بالا دل تراسه چه بالا دست کوت آخر امور میبینی که هیچ کارام نیست بیایی و میگه پای یک مرغم لنگ نکده یا آدم جبون اما آدمی با شهامت هیچ تیر خدا میانسه ایستا وقتیش که باز آمد از هر وسیلی ممکنه استفاده میگه امی آدمی ترسو چیغ زیاد میزنه دو میزنه فحش میگه یا حرفای رکیک استعمال میکنه من به این قاعده چی هستم مگر یکی هم هستم آقای انامم شب و روز در میار تلویزیون یادم تلفن نمیفهم چقدر وقت داره فرزن تلویزیون اینجا هست ایره میبینم فیسبوک کسایی هستن که در منزل تشریف دارن و سایب هیچ دیگه کدام دمی ملک کار و بار و دویدن ما یک افغانه گفتم تلویزیون چرا تلفن نمی کنم میگه بیادر من روز کار میکنم یک مؤسسه دارم و در باز در پایانی از او من بسیار کارهای دیگه در خانه دارم ما تنادم فیسبوک و تکرار هر وقت که دلم شد میتونم ببینم به اولی ها از تلفون کده نمید ما دیدم که وقت مگر کسایی که شب و روز نشستن و میان تلویزیون غمگین مسکینیار خوصای به امین میان و بزرگواری سایل میکنه که هیچ کس نیست باز خدافیزی باز پس برمیکرده باز هیچ کس با ما حتی علاقه نداره جزم یک چند تا که پاچی یکی را بگی به هر حال گران دوستان و هر یو تاسی پا خدای سپارم پا ما خکب معذرت می خواهیم از ظرفای اگر صادر شده و دلخواه نبود هر کدام را به خداوند لایزال می سپاریم پا ما خکب